خب بذارید دوباره سلام کنم. سلام به دوستان عزیز و امیدوارم سیزده به در خوبی رو آغاز کرده باشید و بتونیم این تنها بودنها رو به خوبی به شادی بگذرونیم، چون خیلی ها دوچار افسردگی شدن. الان توی فیسبوک های ایرانی هم اگه سر بزنید میبینید مثلا طرف برنج درست کرده، کباب درست کرده و اینها، بعد میگه تنها بودم درست کردم اینا، بعد دوستانم به شوخی میگن البته این کبابی که شما درست کردیم برای دو نفره. یه نفر یه عکس از ایران برای من فرستاده بود، نوشته بود لباسهایی رو که بعد از این ماجرای کرونا در عروسی ها میپوشیم به این صورت خواهد بود. دوستان توی اینستاگرام صدای ما رو دارین؟ سوربی علی بله میگه سلام، احتمالاً صدا رو داره. بیشتر مثل که همه ما فامیلامون هستن. آقای هوشیار همون پسردایی خودم هستی، در صورت امیدوارم همیشه هوشیار و سلامت باشی. و من با اینستاگرام کار نمی کردم، هنوزم کار نمی کنم، فقط برای این برنامه شروع کردم. با تلگرام کار نمی کنم، چون یه روز روشنش کردم دیدم نوشت 2000 تا از آمد نیوز، 3000 تا از اون، گفتم او من همین الان روی فیسبوک 1850 تا آیتم گذاشته که من برم نگاه کنم. گفتم آقا ما که کار نداریم. واقعا این برنامه ها برای افراد بیکاره که باهاش مشغول بشن و فکر خوبی هم هست. در هر صورت روی فیسبوک هم شما میبینید چیزهای مختلف گذاشتم. من میخواستم براتون این عکس رو نشون بدم که رسیدیم به اینجا، که اونایی که روی فیسبوک نیستن و ندیدن، نوشتم 13 بده با مانی و بیا دیگه نشون بده عکس رو. بله اینه پلیر 3. اینجا میگه قرار است با مانی خورسندی دیگر من تعارف و آقای مانی جناب حجت الاسلام اینها نمی کنم، با آقای با مانی خورسندی و دیگر دوستان سیزده بدر مجازی داشته باشیم. امیدوارم شما را هم در برنامه داشته باشیم. تلویزیون مردم واشنگتن و من هم که هستم و دیگه شما چند سال منو میشناسی، اگه نشناختی نصف عمر تلف شده، برباد رفته. البته اونایی که میشناسن همه عمرشون برباد رفته و خبر ندارن. خب ما یه سری چی همیشه داریم، اتفاقا یه فیلمی به نام پایتخت، این روزا چون بیکاریم فیلم های ایرانی هم نگاه میکنیم، یه فیلمی به نام پایتخت نگاه میکردم. بعد جالبه اینا قرار بود از علی‌آباد با ماشین برن تهرون زندگی کنن، گویا دیدن فیلم برداری در تهرون و اینا هزینه زیاد شده، داستان رو چرخوندن، الان بیشتر علی‌آباد و نمیدونم قائم شهر و ساری و اینا هستن. احتمالاً به چند دلیل، یکی اینکه شمال خب مردم بهتر و مهمون نوازتری داره تا تهرون، خونه ها و اینها برای فیلم برداری خیلی راحت تره، حیات معمولا دیوار ندارن. و خلاصه توی این فیلم خانمه حالا قبلا توی انجمن شهر بوده، حالا اومده بود و گوینده، دوستان اینا رو بشناسید، خبرنگار، مجری، گوینده، تهیه کننده، اینا فرق میکنه. خلاصه شده گوینده اخبار اون منطقه تلویزیون ساری و قبل از اینکه بیارنش جلوی صحنه و اینها یه امتحان داشتن ازش میگرفتن و بعد امتحان که میگرفتن اینجا چند رقمه، اونایی که بهش میگن تلپرامتر، که قبلا یه کاغذای بزرگی مقوایی بود میگرفتن مینوشتن طرف میخوند، الان رو کامپیوتر هست و توی همین دوربینه، جلو دوربین بزرگه، چیزی که از صفحه 45 درجه است مزاحم نمیشه. شما همین هایی هست که ترامپ وقتی صحبت میکنه دو تا شیشه این ور اونورش هست، اینا هست. خلاصه این بعضی وقتا تو بعضی استودیوها اون یه نفر نشسته، این که میخونه اینم هی میبردش بالا، بعضی وقتا این کنترلش با پا هست، مثل چرخهای خیاطی یه گازی زیر پاشه که اینو فشار میده این نوشته ها میره بالا، چون خودش میدونه که چه چیزی رو خونده، همینجور فشار میده این میره بالاتر و اینا، حالا یا خط به خط یا پاراگراف به پاراگراف، به قول ایرانی ها شنیدم قطعه به قطعه یا قطعه به قطعه. خلاصه این خانمه خوند اخبار رو، گفت بعد یه دفعه صفحه ناپدید شد،
مثل مهمون ما که امروز نیومده. خانم فکر کرد که چیکار کنه. خب این کاغذایی که جلوش بود همونایی که اونجا نوشته، فوری بدون اینکه اصلا خودش رو ببازه یا بدون اینکه به مردم حتی بگه که صفحه ناپدید شده یا نمیتونم بخونم، ادامه داد که خب حالا میریم خبرهای ورزشی رو، همکارم فلانی و اینها. خلاصه برنامه رو جمع جور کرد و اون دست زدن براش. اومد گفت که اون اینستراکتور یا مربی کلاس گفت که شما خیلی توانایی این کار رو دارید و میتونید حل و فصلش کنید و ما همچین افرادی رو احتیاج داریم که وقتی یه مشکلی پیش میاد اون زودتر از همه پنیک نکنه. کلمه پنیک رو تو ایرانی چی بگیم دوستان باش؟ خلاصه بذارید من این فیسبوک رو هم یادم رفت که با دوستان و مردم تیوی شیر کنم. یک جا و دو جا و صد جا و دویست جا که نیستیم. بله اینجا نمیدونم چرا اون میره بالا، اب نداره، ما اینجا می‌نویسیم با پیجمون هم چیز کن. بله و حالا اون بالایی رو میاریم پایین تر، یا اینو پین تو ده تاپ داره، نه ورش داشتن میذارن ور میدارن، دیوونه کردن واقعا مردم. خب اینو دیلیت میکنم که اون بره بالاترین باشه. خب امروز روی فیسبوک شخصیم هستیم، روی فیسبوک مردم تیوی هستیم، روی مردم تیوی دات کام هستیم، روی اینستاگرام هستیم، روی یوتیوب هم هست، یوتیوب لایف. و بهتون گفتم یه برنامه هست خیلی این کارا رو ساده انجام میده. بذارید اسمش رو ببینم اینجا بهتون بگم اسمش چی هست. شما شاید توی کار من مثل دیگران حسود نیستم، چون دبیر بودم، معلم بودم، از یاد دادن لذت میبرم. مثل دیگران نیستم که اگه یه چیزی یاد گرفتم به دیگران یاد ندم. من دیروز با اون دستگاهی که تلفن رو گذاشتم دیدم صحنه خوبی برای اینستاگرام نیست. امروز رفتم تو ماشین این چیزایی که برای ماشین دارم که نصب کنی اینا اینجا اونا اینجا، این چیزایی که برای فیلم برداری ها دارم توی مراسم و اینها، این یکی دیگه که میچسبه به شیشی یه سر مخصوص خودش داره، هر کدوم از اینها یه خاصیتی داره و یه جایی برای کار داره. بعضی وقتا ماها به چند دلیل، یکی این که نمیخواد درست پول خرج کنیم یا زیاد خرج کنیم، مجبور میشیم خودمون رو محدود کنیم، یا اینکه نداریم، یه جایی هست وسیله‌ای نداریم و بعضی وقتا باید از وسایل موجود استفاده کنیم. من خیلی از مقوا استفاده میکنم، خیلی از این چوب لباسیایی که خوشرویا بهتون میدن، وایر سیم، با اینا میتونید چیزهای مختلف بسازید، نگه داره وایس اینها، و خیلی از این گیرهایی که برای کاغذ استفاده میکنن. میبینید اینا رو باهاش کارهای مختلف میکنه. خیلی قشنگ این توضیح میده که با این چجوری میتونید حتی تلفنتون رو نگه دارید. خود من یکی از اینا رو زدم روی این ونت یا هواکشای ماشین، یه بند بستم پشتش، میذارم پشت این تلفنم و باور کنید از تمام این چیزایی که از 4 دلار، 12 دلار، 20 دلار خریدم بهتر کار میکنه. مهم اینه که در شرایطی که شما هستید چه چیزی بهتر کار میکند، این رو یادتون باشه. خب ما برگردیم به این صفحه. این میگه همه دوستات رو دعوت کردیم. اوکی راستی پرسیدم این یعنی چی. میگن اینجای بابای آدم دروغگو. خب میگه که فرماندار نیویورک میگه 83,000 تا کرونا ویروس کیسز اومده که و 16,000 نفر پیش بینی میشه که در نیویورک بمیرن. میدونید که دیگه ترامپ میگن آش چقدر شور بود که خود آشپز هم اقرار کرد. ترامپ دیگه از دو سه روز پیش هی اعلام کرد که بله من از همه اول بیشتر از همه و زودتر از همه میدونستم که این پندمیک هست و این و الان هم گفته که گفته ما بین 100 تا 200 هزار آمریکایی میمیرن، ما از لحاظ تعداد مرگ و میر رتبه اول رو در جهان گرفتیم، فکر کنم از ایران و ایتالیا و چین و اینها هم زدیم جلو. دلیلش هم به اصطلاح نابخردی و شالاتانیزم بودنه یا شالاتان بودنه ترامپ بوده و حالا امیدواریم که مردم
با نشستن در منزل و گوش دادن به شهردار، به فرماندار و اینها، به اصطلاح این مصیبت بزرگ رو به خوبی پشت سر بذارن. این صدا خیلی هم بد مال شهردار واشنگتن. فهم گفتم این شماره تلفن من از کجا داره. بعد یادم اومد که یکی از دوستان ما رو دعوت کرد روزی که شهردار واشنگتن جشن گرفته بود، بعد از اون اینگوریشن یا سوگند یاد کردن یا قسم خوردن، یه جشنیه. خود اینم باعث میشه یه پولی خرج بشه، بیزینس ها و اینها خلاصه. و وقتی ما رفتیم اونجا، خب حالا که خانم فتان خانمم اینجا هست، اگه دوستان لطف کنن برنامه ما رو با دوستان خودشون هم شیر کنن، من ممنون میشم و متشکر. به این دلیل که ما که نمیتونیم به همه برسیم، ما نداریم پول مثل اینایی که میاد یه شبه میزنه حجاب چی آزادی یواشکی، یه شبه یه دفعه شما میبینین 250 هزار نفر اومدن عوض شدن، بعدن معلوم میشه آقا اصلا این 250 هزار نفر مال ویتنام و کامبوج و اینا هستن و پول دادن به این فیسبوک، توییتر اینا. ما که اینه نداریم، دست نیاز یا دست کمک به سوی شما دراز میکنیم که این برنامه رو با دیگران شیر کنید. دیدم آقای قوانلو این کار انجام داده بود، آقای مانی خورسندی این کار انجام داده بود. ضمناً حالا که صحبت از نیاز شد، این آدرسی هم که الان شما میبینید، این جایی هست که شما به سادگی میتونید به تلویزیون مردم کمک کنید و حمایت کنید تا همین برنامه نقلی و کوچولو و خودمونی ادامه پیدا کنه. خب دوستان گله کردن که چرا از قبل خبر نمیدی. منم به شوخی گفتم آقا شما میخوای در ایرانی بودن من شک کنی؟ ما ایرانی ها از روز اول دروغ شنیدیم و دروغ گفتیم. مادرمون به اون میگه بلند شو زوره، آقا صبح، خانم صبح، هنوز چرا به من میگی زوره؟ یا دروغای دیگه که شما تو خانواده دیدید و باش بزرگ شدید و اینها، گوشی رو که بنده میگه کی اگه عموته بگو نیستم فلان اینا بمانه. به این دوستم نوشتم، سعید پرسیده بود خب آقا چه ساعتی؟ گفتم آقا ایرانی بودن ما رو زیر سوال نبر، میایم دیگه. بعد براش به شوخی نوشتم 2 بعد از ظهر وقت نیویورک، 11 صبح به وقت کالیفرنیا. بله اگه این برنامه رو الان که اینجا ساعت 2:15 بعد از ظهر است، واشنگتن و نیویورک یه وقت داره، اون واشنگتن طرف غرب و کالیفرنیا 3 ساعت، اونها از ما جوانتر هستن. این ماجرای ساعت عوض کردن اینا هم امیدوارم عوض بشه. آقای شاهین فاتحی امروز یه مقاله‌ای نوشتن برعکس اون چیزی که من همیشه از ایشون میبینم، یه مقداری طولانیه ولی واقعا طنز زیبا و قشنگی هست. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این مقاله رو بخونید. خود منم اگر مهمونام نیومدن و نتونستم برنامه رو اینجوری پر کنم، برمیگردم این مقاله رو از این دوستان استفاده میکنیم به عنوان تهیه کنندگان و ازشون هم تشکر میکنیم. و اما برگردم باز به اون چیزی که گفتم، این چون با یه تلفن کوچولوی انقدی دارم اینستاگرامو میفرستم، از اینجا نمیتونم بخونم حتی با عینک. مثلا آقای سوربی علی میگه امیدوارم سلامت باشید، عید شما مبارک. رضا هوشیار میگه سال نو مبارک، ان شاءالله سال خوبی داشته باشی. هنوز سوال من اینه که شما همون آقای رضای عزیز پسردائیم هستی؟ میگه بله سلام، آره ممنون، خیلی ممنون. من سال 2005 وقتی رفتم ایران و رفتم شیراز، این آقا رضا، چون که من واقعا نمیدونستم کجا برم، اصلا رانندگی کردم دیگه برای ما مشکل شده، ایشون لطف کرد منو چرخون توی شهر رو، یکی دو جا که میخواستیم بریم خونه دوستان و فامیل و اینها زحمت کشید. امیدوارم آقا رضا بیای آمریکا، من این کار رو برات انجام بدم توی واشنگتن و ویرجینیا. اگه لطف کنی از طریق مردمتیوی.com یا فیسبوک ما، چون من میگم اینستاگرامی نیستم، اصلا روی این تلفن اینا نداشتم، چون باور کنید اگه من اینستاگرام رو روشن بذارم، تلگرام رو روشن بذارم، فیسبوک رو روشن بذارم، ایمیل رو روشن بذارم، توییتر رو روشن بذارم، اصلا دیگه به جایی که بگه دینگ 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 میشه دینگ، ها
همینجوری باید برم و دیوونه میشم. ببخشید باید بگم دیوونه تر میشم، چون اگه دیوونه نبودم نمیمدم امروز بشینم اینجا کنج منزل و با شما باشم. البته ممکنه بعضیا خوشحال باشن، بعضیا تنها بوده باشن و بگن که چه خوبه، مخصوصا برنامه زنده حال هوای خودش رو داره. همون موقع پسر دایی من از شیراز، حالا شاید هم رفته باشه سعادت آباد و مردشت و اینجاها چون ایام عید میرن اونجا، یه کارتون خیلی قشنگی دیدم. چون دیروز من در رابطه با اون خانمی صحبت کردم که میخواد ادای شیرازی ها رو در بیاره، به نظر من ایشون خودش رو خراب کرد، مخصوصا با اون جوکی که گفت و اینها. و آقای اکبری لطف کرد اول این کارتون رو فرستاد، و میدونید وقتی یه کارتون چیزی هست اولی که میاد تا شما میخوای از این تشکر کنی 6 تا دیگه هم از این ور اونور میاد. من 11000 خورده نفر روی مردم تیوی هستم، 5000 نفر روی فیسبوک خودم هستم، چند هزار نفر این ور اونور هستن دیگه نمیدونم، و اونا هم مهم نیست، اونا مسائل جنبی هست. ولی باز برگردیم به این ماجرایی که ما از همه دوستان ممنونیم، از اونی که بار اول فرستاده، از اونی که بار سوم و چهارم فرستاده. ولی این کارتون رو اگه بتونم بهتون نشون میدم که اینایی که رفتن شیراز و میخوان به یه جوری ادای شیرازی ها رو در بیارن تا اون پلیس یا ماموری که تو خیابونه و اینا رو گویا راه نمیدن بعد از اون واقعا فاجعه بزرگ سال گذشته و اون سیل و اینها، امسال دیگه ما فکر کردیم مردم هوشیار شدن و مخصوصا با این اوضاع کرونا که در دنیا دیگه آقا 170 کشور این مرض رو گرفته و 170 کشور میگن تنها راه پیشگیری اینه که شما تو خونه بتمرگی. حتی دیدم یه خانمی آمده مثل فارسی یادته میگم من آمده هم تو من آمدم تو تا آمدی او آمد ما آمدیم، اینجوری میگفتن چی صرف و نحو زبان فارسی قاعده فارسی هست چیزا. بعد آخرش میگه من تمرگیدم او تمرگیده نمیدونم فلان، بعد میگه شما آنها نتمرگیدن، میگه اونها نتمرگیدن، بتمرگید در خونه. یکی دیگه هم که یه بچه کوچولو هست، من میگم با این ویدیوهایی که بچه های زیر نمیدونم 10-15 سال 5-6 سال رو میارن و اینها خیلی میونه ای ندارم و به نظر من کار غلطیه. برگردیم به این پیام خانم شهردار، اینم یه خانم شهرداریه نسبتاً جوون، بین 40-50 هنوز جوونه و شوهرم نداره. اگه ایرانی ها دنبال زنی میگردن که بیان، خانم قشنگی هم هست برای سیاه‌پوستا و اینا، خیلی زن زبلیه که تونسته تو واشنگتن میدونید از لحاظ سیاسی واقعا وقتی بهش میگن دی سی دیستریکت آف کولومبیا، ما بهش میگیم دیزی، همون این دیزی هر نخود و لوبیایی که شما بگین توش هست، حالا اون دنبه و استخون هم جای خودش داره، آشغال هم هست مثل ترامپ الان. و اینجا باید خیلی چیز باشی، به اصطلاح نمیخوام بگیم هفت خط باشی، خیلی ماهر باشی تا بتونی به جایی برسی. ایشون الان شهردار واشنگتن هست و واشنگتن هم مثل نیویورک که شهردارش مهمتر از گاورنر به اصطلاح فرماندار هست، اینجوریه. پیام ایشون اینه، یکم تأخیر داره بعد با صدای بلند شروع میکنه صحبت کردن، ببخشید. I'm Washington, D.C. Mayor Muriel Bowser. Together, we represent the nation's capital region, home to over 6 million people. Stay home. Pandemics don't care about borders. That's why we are all doing the same thing. And we are telling everyone in the capital region, D.C., Maryland, and Virginia, please stay home. But if you leave your house, practice social distancing and stay 6 feet apart. We will get through this. نه. ببینید هر کاری که آدم میکنه یه چیزی یاد میگیره. من تا امروز نمیدونستم جمعیت واشنگتن دی سی 6 میلیونه یا 4 میلیون گفت هرچی، من همیشه فکر میکردم 1 میلیون قد همین فیرفکسه، چون میگن جمعیت روز واشنگتن دی سی ممکنه اینقدر باشه، ولی اینا همشون برمیگردن به ویرجینیا، مریلند، حتی بعضیا میرن تا طرف پنسیلوانیا و فیلادلفیا و اینا.
بله. خب آقای مانی خورسندی هم اینجا هستن، خیلی ممنون. میگه که هم تلفنم بازه هم لپتاپ، ولی تلفن جلوتر. 13 خانگی مبارک، درود بر شما. خیلی ممنون. من اتفاقا قبل از اینکه شما بیان گفتم اصلا این برنامه رو ما مدیون آقای مانی خورسندی هستیم، چون دیروز سر این برنامه ها که شد گفتیم که اگر ایشون بیاد ما 13 به در مجازی درست میکنیم. البته همسرم خیلی خوشحال شد، چون آقای مانی خورسندی نوشته بود که همسرش، حالا یا جوکی دیگه بوده مال کسی دیگه، بهش میگه امیدوارم از دست این مصیبت راحت بشیم. گفت من یکم نگاه میکنم این به منه یا به کرونا هست. در صورت وقتی به خانمم گفتم گفت خیلی پیشنهاد خوبیه. گفتم فکر کنم میخوای من برم بشینم تو این اتاقه و به اصطلاح کار به کار شما نداشته باشه. خب هم تلفنم بازه هم لپتاپ، یعنی شما از هر دوش داری مردم تیوی رو تماشا میکنی. اگه اینجوره هر دو رو خاموش کنید. شما اگه اسکایپ داری آدرس اسکایپ تو اینجا ننویس، همون جایی هست که برای هم خصوصی چی می‌نویسیم روی فیسبوک. الان من از اون طریق با شما تماس می‌گیرم. اینجا آقای مانی می‌نویسم اسکایپ، اونجا اسکایپ تو بنویس. اگر چون بعضیا دوست دارن اسکایپشون رو همه داشته باشن، میگه من اگه روشن گذاشتم کسی زنگ زد اینجور اونجور. بله، آخرین خبر و مهمترین خبر مرگ آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که معلوم نیست که انشالله اعلام میکنه. امروز صبح برای من اومد که قشنگم درست کرده بودن، گوینده نشسته بود اونجا، عکس جنتی رو هم گذاشته بودن روش، هم از این نوارای مشکی روبانای مشکی گذاشته بودن و گفت اینجوری اینجا. بعد تا گفت که آیت الله جنتی فوت شد و رفت و اینها، یه دفعه همه شروع میکنن به خندیدن و دست زدن. بعد نوشته بود دروغ 13. ببینید فرهنگا چقدر نزدیک به هم و چقدر از هم کپی کردن. این اپریل فول که اینجا به هم دروغ میگن و بعضی وقتا باعث دردسرای بزرگی میشه، با اون دروغ 13 به در که ما تو ایران داشتیم درست توی یه روز قرار میگیره. بعضی وقتا به خاطر این که نه سال کبیسه و اینا، روزای اینا مثلا یه ماه 31 روز است، مال ما 5 ماه 6 ماه اول 31 روز است، اینا یکم جلو عقب میشه. ولی اونجوری من اینجا برای شما مانی جان بنویسم اسکایپ چیه تا من باهات تماس بگیرم. اسکایپ رو خاموش کرده بودم. اسکایپ خودم رو هم اینجا می نویسم، خیلی ساده است. بعد بله این حالا اسکایپ هم روشن میکنم، اگه شد با اسکایپ، اگه نشد با فیسبوک من میتونم با شما تماس بگیرم. و بابا شما که ماشاءالله داداشت با همه رادیو تلویزیون ها و این ور اونور داره چی میکنه، شما که جوانتر از هادی هستی باید اینا رو بهتر بلد باشی. در هر صورت از هادی چه خبر؟ حالا اگه اومدی از اونم برامون بگو و ببینیم چه میکنه. و آقای سم سعید عزیز هم به نظر میرسه که ویدیوی ما رو شیر کرده، از ایشون ممنون و متشکرم. یار غار ما هست. این یار غار میدونید که به کیا میگن؟ اصحاب کهف، اونایی که نمیدونم رفتن با پیغمبر توی غار بودن و اینا. چه دروغایی، چه مزخرفاتی، 13-14 نفر آدم گردن کلوب میدونم میرن تو غار، همون موقع عنکبوت ها میان میگن بیایم به پیوندیم اینجوری به پیله یا تار چیز کنیم اینا اونجا بمونن نمیدونم چندین مدت و اینها. که دوستانی که از سازمان مجاهدین جدا شدن میگن که ما توی غار بودیم و 30 سال، این بنده خدا نمیدونم حالا اون اصحاب کهف و اینا چقدر بودن، ولی ایشون میگه 30 سال. به آقای مانی خورسندی که اینجاست، آقا من یک پیام از طرف شما دارم 19 مارچ، اونو ولش کن، من الان زنگ میزنم میام قشنگ تو خونت. و حالا که اومدی بهت میگم ببین روز 13 است، من آبجو من با خودم آوردم، ولی بدون رفیق که آدم نمیخوره، صفا نداره، برای خودم آب آوردم اینجا. اوکی، گفتم اگر مانی آمد آبجو آلمانی یینگلینگ رو هم میارم. این قدیمی ترین آبجو آمریکاست، یینگلینگ. چی شد آقا؟ زنگ زدم جواب ندادی، گوشی رو بردار. از به آمد آمد، فقط پشت سرش نوره، خودش شده مثل سیاه قلم تقریبا، اگه اون نور رو ببنده و
به به آقا بابا خیلی کارت درسته. یه صدایی هم برای ما بده از یک تا 20,000 بشمار. 20,000 به این میگن آدم زبل. البته با هم میگفت 1,000,000. خب آقا خانم خیلی خوشحالم بالاخره این 13 بدر از بس سبزی ها رو گره زدن، گره کار ما باز شد، تونستیم با آقای مانی خورسندی باشیم. و اگه یکم هم سر دوربین رو بیارید پایین تر که اوه عالی پرفکت، همینجا خوبه، همینجا خوبه پرفکت. خواستگار پیدا میشه برام اینجوری؟ چی پیدا میشه؟ خواستگار. خواستگار بله بله. مگه شما دنبال خواستگار میگردید؟ حالا اگه اومد که چی نه نمیگه. بله دوستان عزیز، آقای مانی خورسندی رو من نمیخوام به عنوان داداش هادی خورسندی معرفی کنم، چون ایشون هم خودش دارای سبک و رسم خودش هست و خیلی خوشحالم که امروز مهمون ما هستن و میاد ایشون یک کمی برای ما میگه مانی کی هست، کجا هست، چه کار میکنه، تا منم به این وسیله یک نفسی بکشم و یک جرعه آب جو یینگلینگ به سلامتی آقای مانی عزیز بنوشم و به سلامتی داداشش هادی. امیدوارم یه وقت که ایشون میاد آمریکا بعد از این ماجراها هادی داداشم اینجا باشه، ستایی و عنوان ست و فنگدار بریم و از اونجا هم براتون برنامه بفرستیم. حسن این روزا، این یادم اولین باری که گوگوش اومده بود اینجا، 12,000 دلار دادن یک کامیونی که توش این وسایل بود اجاره کردن و آمد و اینها، ولی الان این روزا با هیچ خرجی نداره، چون همه تلفن ها all you can eat و all you can talk، قشنگ تلفن تو روشن میکنی توی لابی هتل یا هر جایی که باشی میتونی مصاحبه انجام بدی. دوستان عزیز، این شما و این هم آقای مانی خورسندی که من ممنونم ازشون که ایشون دعوت ما رو پذیرفت و با ما هستن. مانی جان هر جوری که دلت میخواد برنامه رو شروع کن و من ساکت میشم، شنونده هستم تا وقتی که خودت بگی ما صحبت کنیم. بفرمایید. با سلام و درود به همه، مخصوصا به شما که قبول کردین من با این قیافه نکره بیام بشینم اینجا پشت تلویزیون و مردم ببینم من تلویزیون مردم. امیدوارم که از تلویزیون مردم قهر نکنن با دیدن من. این یک مسئله. دوم این که گفتین که من خودم رو معرفی بکنم و برادر هادی نمیخواین بگین، اشکالی نداره. هادی از من 2 سال بزرگتره، هادی استاد طنز ایرانه و ما اصلا در مقابلش برادرش هم نمیتونیم باشیم. ولی اینی که گفتیم خودتو معرفی کن، من اتفاقا همین مسئلهی که من برادر هادی هستم یا هادی برادر من رو مطرح میکردن، من یک چیزی نوشتم و هادی هم جواب منو داده که معرفی خود منم هست که من کیم چه کارم. اینو براتون میخونم. هادی اینو توی کتاب شعرانش که روی آنلاین هست، مجانی میتونید برین دانلود کنین و کتابش رو بخونین، در آخر کتابش این معرفی من رو چاپ کرده. من اونو براتون میخونم و بعد جواب هادی هم میخونم براتون. گویان برادر تو هادی است، این مایه افتخار و شادی است، اما خود من کجای کارم، انگار که من هنر ندارم. حالا ز خودم هنر بجویید، بی ذکر نسب ز من بگویید. فرق است میان من به هادی، البته که واضح و فرق است میان هادی و من، البته که واضح و مبرهن. او شاعر طنز و لاغ باشد، تنها گل خوب باغ باشد، اما خبری ز گل ندارد، از چکش و میخ و مل ندارد، از تیر و تبر بود فراری، از بچگیش نبوده کاری، از لوله و سیم خوف دارد، اصلا محلش نمی گذارد، اما متخصص مداد است، درباره بیک با سواد است، داند که مواد توی خودکار تا چند قصیده می کند کار، داند که چقدر وزن اشعار خسته بکند مداد سوسمار،
من شاعر میخ و چکش هستم، آثار دوتاش روی شستم. هر کس سر و ته گرفت مسمار، پیچد به خودش زدر چون مار. هر کس عوضی گرفت سوراخ، دردش چو گرفت می کند آخ. شعرم پر تیر و تخته باشد، آغاست نه که شلخته باشد. ویرانه خلق سازم آباد، دلها بکنم بدین هنر شاد. من شاعر عاشقانه هستم، موم است ترانه توی دستم. توصیف کنم ز زلف یارم، چون دسته سیم توی کارم. از برق نگاه جانگداز است، آن برق نگاه جانگداز است. برخورد میان نول و فاز است، آن سینه مرمرش همیشه مانند دو لامپ پشت شیشه. قدش شده نردبان کارم، ترسی ز بلندیش ندارم. ای وای که چشمکاش چه عالی، چون چشمک لامپ اتصالی است. مالکش هر خطای یارم، مالکشی است کاروبارم. چون صاف کنم به مال دیوار، یادی بکنم ز روی دلدار. پودر و کرم آن زمان که مالد، دیگر ز چروکیش ننالد. صد بوسه سهام هر شب من، چون پمپ مکش شود لب من. آن گونه سرخ یار را باش، این گونه که کرده رنگ نقاش. دستی به قلم اگر که بردم، ترشی هم اگر کمی نخوردم. نقشی بکشم ز چهره جان بخش، آنگاه به توییترش کنم پخش. گاهی همه کاره هیچ کارم، گاه از همه چیز سر درارم. من عاشق عیش و نوش هستم، جامی ز صفاست توی دستم. همواره ز شادی تو شادم، ننگار که میروی ز یادم. من عاشق زندگانی هستم، از ساغر 67 مستم. مستم که خیال من جوان است، دنبال پریوشان روان است. با این همه عیش و کامرانی، کی پیر شود چنین جوانی. طعم هنر مرا چشیدی، یک گوشه ز گوشه هاش دیدی. حالا که داداش بنده هادی است، این گوشه هم از سرت زیادی است. من این شعر رو نوشتم که بگم چه کارم، کارم چیه. و این رو هادی از توسط برادر کوچک من کمال این رو گیر آورد و خوند و برای من چند خط جواب نوشت. جواب هادی خیلی دندان شکنه. هادی میگه ما پیش تو انداخت لنگیم برادر، در پاسخ تو الکن و گنگیم برادر. من لوله به جز لوله خودکار ندانم، آچار به جز کاغذ آچار ندانم. تو حق مرا خورده یما اخوی جان، سهم از دو طرف برده یما اخوی جان. هم شاعری و اهل قلم اهل دواتی، هم صاحب فن مالک ابزار دواتی. تا هست به دستت قلم و دسته چکش، خوش باش برادر که منم از خوشیت خوش. گر بابت سن ارشد و موفق تو هم من، مادون صناعت وری و ذوق تو هم من. این بود به هر حال جوابم اخوی جان. ساعت 3 صبح هست، بخوابم اخوی جان. این جواب بهاری بود. من مانی جان کتابه رو نشون بده لطفا. آره، این کتاب شعرانه هادیه. این کتاب شعرانه هادی الان روی اینترنت هست و بالاش هم میتونیم ببینین این شعرانه. البته من دارم چپه میبینم، امیدوارم شما راست ببینیم. ما درست میبینیم، بله. این شعرانه هست، این کتاب هادیه که چاپ شده و الان گذاشتتش روی اینترنت و همه میتونن برن دانلود کنن و شعرهای بسیار خوبش رو بخونن. بسیار ممنون. اجازه بدید من چون قول دادم شما که بیان این آبجو باز میکنم و میخورم مینوشم، به قول معروف، به سلامتی شما، به سلامتی خانواده شما، برادراتون. و کلا چند تا خواهر برادر هستیم؟ ما 3 تا برادر هستیم، 1 خواهر. و خواهر ما بزرگتر از ماست و ما 3 برادر هستیم که هادی، من و کمال هر کدوم 2 سال با هم فاصله سنی داریم. یعنی این پدر ما خیلی دقیق بوده تو کارش. بسیار عالی. خب. آره، نذاشته. البته نگفته نموند. هادی
دو سال از ما بزرگتره ولی شناسنامه 4 سال از ما بزرگتره. آره اون داستانشو میدونم ولی بفهمم برای دوستان. داستانشو باید بدونین که هادی شناسنامه اون برادر ما که در 2 سالگی مرد اونو دادن بهش. برای خاطر همین ناصر داداش یه روزه شد هادی. یه جورایی برای سوشال سکیوریتی اینا به نفع شده نه؟ توی 4 آره 4 سال بزرگتر. آره 2 سال بزرگتر 4 سال بزرگتر در واقع. من الان 73 سالمه، عادی 75 سالشه ولی شناسنامه‌اش 77 سالشه. حالا شما ممکنه باور نکنید خیلی از ایرانیایی که وارد بودن وقتی پدر و مادرها میمدن اینجا بچه هاشون فوری شناسنامه اینا رو بالاتر میگرفتن، که اون موقعی بود که این به سن 65 که میرسیدن بازنشست میشدن، دکتر رو نمیدونم بیمه و مدیکید و اینها بود. ولی ما متاسفانه برادرامون اهل تقلب نبودن، این کارها رو انجام ندادن، نه برای بابامون نه برای مادرمون نه برای ماها. و یه ماجرای دیگه اینجا تو آمریکا وقتی که شما سیتیزن میشی میتونی اسمت رو عوض کنی هر اسمی میخوای. آیا کانادا هم اینجوریه یا نه؟ قبلن بود، قبلن عوض میکردیم اسما رو. البته الان اگر بخوای قانونی عوض بکنی هست، ولی مسئله این بود که حتی من پاسپورتم هم مانی بود و منتها بعدن تصمیم گرفتن که تاریخ تولد مثلا محل تولد منم نوشته بودم که توی به حساب ساوش بلاغ یا کرج، البته هر جفتش هم علکیه و اینکه شناسنامه‌مون رو سیل برده، بعد پدرم دو مرتبه شناسنامه گرفته، هرچی اون توی کرج همون کسی که دوست داشته هرچی میخواسته نوشته. عرضم به حضور شما که اینجا اومدن گفتن که نه الان تاریخ تولد ها که درست سر جای خودش. البته خیلی ها که اینجا پناهنده اومدن چون هیچ مدرکی نداشتن، اونایی که بلد بودن سنشون رو خیلی بالا گرفتن. عرضم به حضور شما مثلا 5 دوستایی که من 2-3 سال کوچیکترم 5-6 سال از من بزرگترن، بله این کارو کردن. ولی اسم و فامیل قانونا میتونید شما عوض کنید اگه ریزن داشته باشین، دلیلی برای عوض کردن اسم و فامیلتون داشته باشین، جونتون در خطر باشه یا یه چیزایی مثل اینا، میتونید این کارو انجام بدید. بله اون ولی... مراحل قانونیشو میدونم که خیلی مشکله، ولی اون موقعی که شما میرفتی چیزو بگیری، سیتیزنشیپی رو بگیری، خیلی ساده بود. یعنی گرین کارت رو میگرفت و ازش میپرسید که چه اسمی میخواد. ما الان یه دوستی داریم اسمش گذاشته ریچارد کندی و معلم دانشگاه هم هست تو همین نورت کارولینا و اینها باید باشه. در هر صورت من قدیما نمیدونم کی یه ویدیو از شما گرفتم که گویا یه برنامه رادیو تلویزیونی بود و شما قدم میزدی و شعر میخوندی و اینها. اگه یه مقداری راجع به این بگی، بعد اگر لینکی موجود باشه لطف کنی بذاری تو همین فیسبوکی که الان داریم با هم صحبت میکنیم ممنون میشم. چی بود این ماجرای رادیو تلویزیون و برنامه‌های شما؟ به چه اینجا تلویزیون داریم؟ اینجا دو تا تلویزیون داریم. البته این تلویزیون رو آقای مجید ماهیچیه که پرواز تیوی هستش، اسمش تلویزیون پروازه و اینجا برنامه داره. عرضم به حضور شما برنامه نوروزی بود، برنامه نوروزی پارسال بود که البته قبل از نوروز ضبط کرده بودیم. یکیش من نشستم یکیش وایسادم شعر میخونم. هر سال این برنامه رو دارن، امسال هم داشتن این برنامه رو، البته قبل از اینکه کرونا بیاد اینو ضبط کرده بودن. و الان هم که پرواز تیوی هر شب از ساعت 7 تا 8 شب یا 6 تا 8 شب هر شب برنامه زنده دارن از توی خونه، مثل شما که اومدین تو خونه، اونا برای تو خونه هستن. من تو برنامه بود که به حساب براشون شعر میخوندم. اینجا ما یک برنامه هنری زیاد داریم. آقای دکتر اسماعیل زاده برنامه انجمن حافظ رو دارن که هر ازگاهی البته اگر سالن مناسب گیر بیاد و اینجا برنامه میذارم، برنامه شعرخوانی و هنری و موسیقی و رقص و همه چی هست. یه جنگ ادبی هست که ادبی هنری هست و اینه که اونجا شرکت میکنیم. منم به حساب از نظر کاری که کارم تخصصم برقه، ولی همه کار میکنم، یعنی کارهای رنوویشن یا نوسازی ساختمونی، ساختمونسازی اینا البته الان نمیکنم، میکردم. الان تو خونه میشینم برنامه مردم تیوی رو نگاه میکنم.
خودم رو اجبارم بازنشسته کردم چون الان کرونا است دیگه نمیشه خونه بری بیرون. اگه یه نفری هم هر کاری داشته باشه بیام مراجعه کنه التماسم کنه، میگم بعد از کرونا میام که میشه سال دیگه ده. اینجور که بوش میاد و الان 40 سال هم هست از ایران بیرون هستم و 39 سال یا 38 سال ایران نرفتم، چون 2 سال بعد از انقلاب رفتم ایران که گفتن برو نخست وزیری، بعد خلاصه بر بدبختی بود برگشتیم اومدیم بیرون و تو دبی بودم 10 سال دبی بودم، بعد از 10 سال دبی اومدم اینجا 30 سال هم هست الان در کانادای عزیز در ونکوور هستم، یکی از زیباترین شهرهای دنیا ونکوور. جای شما خالیه، اینجا شمالش مثل واقعا مثل چیز میمونه، مثل شمال ایران میمونه، مثل لاهیجان میمونه، یعنی ونکوور اینه که آدم دلش تنگ نمیشه، فکر میکنه که تو ایرانه، توی شماله. عرضم به حضور شما که اینه که این کار منم اینجا در هر حال با بچه هم هستم، بچه هم نیستن الان دیگه، الان که بچه هم ماشاءالله بزرگ شدن، هر کنون رفتم برای خودشون، من موندم با همسر جان. البته الان که دوران کروناییست دخترم با بچهش و شوهرش اومدن اینجا مهمون ما هستن، گفتیم تکون نخورین چون جفتشون از خونه کار میکنن و از خونه کار کردن و داشتن یه بچه کوچیک عذاب علیمه. بله بله. ما الان مواظبیم این بچه‌ای هستیم دور بریم حریفش نمیشه. ما همین تجربه رو داریم. دختر من گفت که من اون وقتا یه کمی شاکی بودم که این هزینه دیکر گرون و اینا، ولی بعد از این ماجرا وقتی این بچه ها رو ببرم همین جوری بهشون یه مقداری بیشتر پول میدم که یک همچین به اصطلاح مشکلی رو اونا به سادگی انجام میدن. روز 13 به در الان به شوخی دوستان نوشته بودن که نمیدونم امروز کجای خونه برم، حتی تلویزیون های آمریکایی طرف گفت که من حساب روزا از دستم در رفته و برای اینکه بفهمم ویک دی هست یعنی روزای کاری هست اون 5 روز کار یا ویکند، روزای ویک دی میرم میشینم اونور، روزای ویکند میام میشینم اینور، اینجوری میفهمم که چی هست. میدونیم بعضی وقتا مثلا یه جایی نور کم باشه و اینها افراد افسرده میشن چون روز شب میره، از اونور انسان این موجود دوپا کارایی کرد که مثلا برای مرغا چراغ رو روشن خاموش میکنه که این بنده خدا در طی روز اینا بیشتر تخم بذاره. شما روزاتون رو چجوری میگذرونین؟ میدونم که حالا چون گفتید نوتون اونجا هست و به اصطلاح دخترتون و دامادتون اینا مشغولتر هستید، ولی چه کار میکنید که البته با این روحیه که شما و هادی دارید شاید این سوال مربوط نباشه که افسرده نشین، اینو بیشتر دارم میپرسم برای شما. زن دارین؟ بله قربان. من اینکه آدم زن داشته باشه تو خونه افسرده بشه، یعنی یعنی اصلا شما مسائل هست که افسردگی یادتون میره، الزایمر افسردگی میگیری. دوستانی که مجرد هستید و افسرده هستید، راهش اینه که اگر زن هستید همسر مردی برای خودتون انتخاب کنید، اگه مرد هستید همسر زنی برای خودتون انتخاب کنید، و این روزا که دیگه اگه بخوایم یک کمی لیبرال باشیم باید بگیم برید یه زوج برای خودتون یا یک همسر. و من خندم میگیره بعض وقتا مثلا دوتا مرد میان تو تلویزیون دوتاشون میگن هیز مای هزبند، همین آقای مایر پیت این میگفت این شوهر منه، اون شوهرش هم میگفت این شوهر منه، خلاصه ما مونده بودیم. شما اگر شعری نوشته دیگه ای دارید یا حتی اگر میتونید اون نوشته ای که مثلا امسال برای اون تلویزیون پرواز خوندید برای ما هم بخونید یا شما که من میگم بیکار هستم شعر میگم، اگه بخوام مثلا به شما نشون بدم که تلویزیونتون جا نمیگیره شعر. وقتی بیکار هستی یه شعر میگی یه کار دیگه نمی کنی که. الان فقط بذاریم برای این کرونا یه چیزی این تیروز پریوزا نوشتم، الان اینجا دارم دنبالش میگردم. بگردیم مسئله نیست. آها این هاشش پیداش کردم اینجاست.
دوستان اگه بخواید پیام تلفنی بذارید برای آقای مانی، میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید، من پیام‌های شما رو برای ایشون میفرستم. اگه بخواید ایمیل بفرستید، باز با این ایمیل info@mardumtv میتونید ایمیل بفرستید، ایمیل‌های شما رو برای ایشون روی فیسبوک، یا بهتر از همه با فیسبوک خودشون مستقیم در تماس بشید که من الان صفحه فیسبوک ایشون رو هم نشون میدم. و همین جوری که ایشون مانی خورسندی، البته بعد من میخوام ازشون راجع به اون مانی اصلی سوال کنم، بگم نظرشون درباره اون مانی ایرانی چیه. اما من ساکت میشم، شما این نوشتتون رو درباره کرونا بخونید. این دو تا شعر گفتم، گفتم من شعرام معمولا عاشقانه است، سیاسی هم باشه عاشقانه است، یعنی حتی سیاسی ها هم عاشقانه سیاسیه. اینه که راجع به کرونا شعر گفتم، اینو من دیروز نوشتم، شعر که نیست، اینا یک دونه نثر آهنگین بهش بگین. شعر اونیه که ماندگار باشه، مثل حافظ و سعدی و هادی خورسندی و عرضم حضورش و عبید زاکانی و اینا، اونا شعره. ما اینا به حساب سرگرمی هایی هست که همه دارن. کرونا آمد و از یار جدا کرد مرا، کرونا آمد و از یار جدا کرد مرا، از گروه رفقا هم که سوا کرد مرا، گفت در خانه بمان فکر سفر هیچ مکن، خارج خانه حواله به بلا کرد مرا، در نشد باز و تنیدن کبودان صد تار، قصر عشق و هنرم غار حرا کرد مرا، هیچ در خانه ندارم که شکم سیر کنم، آخر عمر چرا گشنه گدا کرد مرا، رفتم از پنجره دیدم که به ساحل حوریست، چه صفایی، کرونا منع صفا کرد مرا، دل به دریا زدم و در پی حوری رفتم، عیش حور کرونایی مبتلا کرد مرا، حال خوابیدم و دستگاه شده وصل به من، حال خوابیدم و دستگاه شده وصل به من، آخرین ویروس محتاج دوا کرد مرا. این یک شعر کرونایی بود که خوندم براتون. بسیار ممنون. یه جمع هست و ممنون که شما مبتلا نشید به کرونا. جانم میگم خیلی ممنون، ولی امیدواریم شما مبتلا نشین به کرونا. ما نمیشیم، ولی اگه ما رو مبتلا کردن ما چرا چه میتونیم بکنیم؟ نه، شنیدید که میگن ما ایرانی ها یک مقاومت بیشتری داریم به خاطر وجود وبا و مالاریا و سل در ایران. این تو این آمریکا گفتن و نمیدونم حالا تو کانادا هم هست یا نه. در صورت به نظر میرسه ایرانی بودنم بعد 41 سال که اینقدر مشکلات داشتیم با آخونده، بالاخره یه خوبی هم داره، و اینه که گویا ماها مقاومتر هستیم در مقابل این بلایا یا این کرونا. هیچی، اون هیچی. من مشروب خورده بودم، رفتم اینجا رو بلاک میگیرن و تست میکنن اونا که رانندگی میکنن، مشروب خورده بودم. من مشروب خورده بودم، جای شما خالی مستم بودم، منو گرفت این دستگاه رو آورد گذاشی، چی نشون نمیداد، یعنی باید نشون بده برای من بالای 5، اون موقع 8 بود، اون موقع بالای 8 نشون نداد، 5 میومد بیشتر نمیرفت. دو مرتبه رفت یه دستگاه دیگه آورد، اونم نرفت، بعد دید فایده نداره. بعد به خانومم گفتش که تاثیر داری گوارو، گفت بیا بشین، این مسته، ولی من میدونم این دستگاهی ما نشون نمیده، نمیدونم چرا این ایرانی ها نشون نمیده دستگاه مستیتون رو. نیست ثابت شد ما وقتی که ما مست بودیم میرفتیم و اون دوست ما که بغل ما نشسته بود و یه دونه آبجو خورده بود، دستگاه رو که آوردن ما مست بودیم، بیچاره مست بود. البته خب چون رانندگی رو که کارش نداشتن، ولی گفتم باید بری عقب باشیم بشینی، جلو نمیتونی بغل راننده بشینی. این خاصیت ما داریم، امیدوارم که کرونا روش کم بشه دیگه، یعنی سر ما میاد طوری نشه. البته شما... اگر ویروس ایرانی نگیره این کرونا بدبخت، شانس آورده. میگفتن که رفته سراغ جنتی و مرد. حالا جنت به اصطلاح چیز این آقا داماد شماست احتمالاً. بله بله. میگن که رفته سراغ جنتی و حالا اون ویروس جنتی گرفته. آره جنت اصلا ویروس مرده. ویروس میگن مرده، رفته بیشتر مرده، اونجا مرده. خیلی ممنون. یه روش شعری براتون بخونم باز. بفرمایید.
سوسیالتون رو سر بیارم. اینم باز دو مرتبه کروناییست. کرونا آمده یارا مرا از تو جدا کرده، کرونا آمده یارا مرا از تو جدا کرده، ببین این انگل کوچک چه ها بر حال ما کرده، تو آنجا گوشه تختی من اینجا توی این ایوان، سگت در پیش تو خوابیده من هم جای آن حیوان، نه یک دستی نه یک بوسی نه گرمای هماغوشی، که انگار هر دو من گشتیم گرفتار فراموشی، دومت با فاصله وقتی که رد میشی کنار من، قیافت میشود خود باعث ترس و فرار من، که تازه بنده فهمیدم تمام عمر کرونایم، که میکردی فرار از من ز دستم از سر و پایم، نگاهم میکنی سر بر هوا میگیری و گویی خدایا از خدایا چاره این درد میجویی، که گی گردم خلاص از این بلایا، من نفهمیدم اشارت بر کرونا هست یا بر من، ولی یار روزی می رود از این خانه این ویروس، تو می مانی و من با خنده و آغوش و صدها بوس. خیلی ممنون. پس اون روز از این بود که شما نوشته بودید؟ بله. شعر بود که نوشته بودیم و این پخش شد توی اینترنت هم جای مختلف رفت. یه چیزهای خیلی سریع پخش میشه. آدم یک دوستی مثلا یک حرفی میزنه بعد آدم میذاره روی اینترنت بعد سه روز بعد میبینی 500 نفر همونو برات دوباره فرستادن. خب آقای مانی به نظر میرسه که شما اونجا مهمون دارید، ما هم زیاد مزاحمتون نمیشیم، چیزی در رابطه با سیزده به در دارید یا نظر خودتون کلن راجع به سیزده به در چیه؟ من الان این چون اینم مصاحبه داره الان تلویزیونی، اینا همه تو خونه دارن کار میکنن، مصاحبه تلویزیونی داره و من رخت سفر میبندم میرم جای دیگه که مزاحم اونا نباشم، کسی هم مزاحم من نباشه. البته لپتاپتون رو گرفتید بردید، من یه شوخی کنم که جدی ام هست، اول جام عوض کنم میگم من یه شوخی کنم که جنبه جدی هم داره، چون مردم این روزا مثلا اونایی که برنامه‌های تلویزیونی دارن یا تو کارهای دولتی چیز میکنن از برنامه‌ای به نام زوم استفاده میکنن که تعداد زیادی در آن واحد میتونن با هم گفتگو داشته باشن، میتینگ داشته باشن، و بعضیا همینجوری که شما الان لپتاپو برداشتید رفتید بعد از برنامه مثلا بلند میشن، خب حالا شما دیدیم دیگه مثلا با شورت خوش رنگ صورتی رنگم هستید، اینا یادشون میره که این چیز روشنه. بعد گویا یه خانمی وقتی که برنامه تموم شده، چون یکم هم طولانی بوده، این بنده خدا با اون دستگاه رفته داخل دستشویی و توالت و همه چیز رو نشون داده و 7.5 میلیون تماشا کردن اون برنامه ای رو. اینی که شما میگید بعضی وقتا چجوری یک نوشته یا یک ویدیویی اینقدر ویزیتور میگیره اینه. البته من خودم بارها گفتم شما بیا یه سوال منطقی کن، 4 نفرم جواب نمیدن، ولی امروز دیدم یه نفر نوشته بود که اگه خونه هستید اینجا بخندید. تا اون موقعی که مثلا من نگاه کردم دیدم 46 نفر فقط اومده بودن همین شده خنده. و اینم یکی دیگه از یا معایب یا محسنات دنیای مجازی است. من ساکت میشم، ما رو ببرید به این 13 بدر و ماجرای 13 و اینا. عرضم به حضور شما که من الان دیدین که لباس 13 به در پوشیده بودم، بعد شورتم به قول شما شورت قرمز، چون خب عید دیگه حاجی فیروز شده بودم، می‌خواستم نوه رو بردارم الان بریم یه پارک خیلی بزرگ جلوی خونه ما هست که فکر می‌کنم الان 8 کیلومتر طولشه، ارزشم 1 کیلومتر، فکر می‌کنم 3 نفر توش ممکنه امروز باشن، ممکنه ده. اونا اومدن سگاشونو بچرخونن، منم قرار بود که الان به حساب بعد از این که این باز شما خداحافظی کردم برم نوه رو بردارم ببرمش 13 به در، یک مقداری اونجا تو چمنا بودمیم دنبال هم دیگه. و اینکه ماجرای 13 به در هم دیگه الان توی اینجاها بیشتر از، یعنی مردم چی میگن، مردم چاره ای ندارن که این روزها
یه چیزی برای دلخوشی داشته باشم، مخصوصا توی ایران. این سیزده به در و چهارشنبه سوری و اینا یک چیزهاییه که با اون فشارهایی که تو ایران هست و این جبر و زور و زندان و بگیر و ببند و اجبار حجاب اجباری و همه چیه اجباری در ایران، خلاصه خوشحال میشن یک جوری بیان این سیزده به در بیان بیرون و لذت ببرن. اینه که سیزده به در تو اینجا هم همینه. توی من لندن سیزده به در بودم، دبی سیزده به در بودم، اینجا سیزده به در بودم. و این که این آداب و رسومیه که سالهای سال هست ما نگر داشتیم فقط برای لذت بردن از این. و این که در سیزده به در میگن برین بیرون از خونه، این قما و چیزهایی که دارین همه رو ببرین بریزین دور توی صحرا. و این که تمام شیرینی هایی که در طول این 13 روز عید رفتین این ورور عید دیدنی خوردین تو هوای آزاد یه ذره بازی کنین بودوین اینا رو آبش کنین بره پیکانش. بله البته قبلا اینجوری بود، ما 13 روز میخوردیم بعد که میرفتیم فوتبال و والیبال و از درخت بالا رفتن و اینها، ولی الان این 13-14 روز که میخوریم هیچ. 13 بدرم وقتی میریم دوستان یا فامیل و اینا خوراکایی که میارن واقعا هر یه نفری قد اندازه 5 نفر خوراک با خودش آورده و باز هم وزن زیاد میکنه. در صورت مواظب وزنمون باید باشیم. من ساکت میشم اگر شما اون شعر یا نوشته ای دارید در این رابطه بخونید برام. من دارم ولی گذاشتمش پایین. خب پس میذارم برای یه وقت دیگه. به قول شما که وقتشتم آوردم بالا هیچ اشکال نداره، میذارمش روی اینترنت، میذارم روی همین توی سایت هم، توی همین فیسبوک. من فیسبوک شما رو نشون دادم. بله بازم نشون میدم دوستان، همین فیسبوک که الان میبینید ایشون با خانوادهشون و عکس دوتا نوه هم اونجا این پایین هست. و جالب نوشتن که هشتگ استی هوم، این استی هوم رو واقعا جدی بگیرین. و ممنونم چون شما اینجا هستید. یه دوستی به نام آقای امیر نعمت الله که بیننده پرپاقرص ما هستن نوشتن که I have no problem during stay home because I'm single and have experience living alone. ایشون میگه من هیچ مشکلی با خونه بودن ندارم چون مجرد هستم و عادت دارم به تنهایی. البته شما هم جواب خوبی دادید در رابطه با وضعیت ما متأهل ها که ما هم با وجودی که الان قراره تو خونه باشیم ولی تنها نیستیم و مخصوصا اگر دوران بازنشستگی رو بگذرونیم یه جورای هممون همین حالت رو داشتیم که با همسرمون زندگی کنیم و اینها. ولی خب در حال میبینید چطوریه. مثلا فرض بکنید که همسرمون زندگی که میکنیم بعضی موقعا میبینید مسافرت، من میرم تو اتاق خواب قایم میشم، اون میره پایین تو زیر زمین میشه تلویزیون نگاه میکنه، بعد دوتایی میام برخورد میکنیم تو آشپزخونه با هم دیگه، میگه ظرفا رو نشستی، میگم میذارمش تو ماشین، میگه که پس تو چی کاره ای و چی کار میکنی؟ اینم راست میگه، آدم حوصله سر میره، ظرفا رو یه بار من میشورم یه بار اون میشوره که بیکار نباشیم. تو خونه میرین آدم حوصله سر میره یه کاری باید بکنه. بعد من چون کارم فنیه یه چیزی باید به این در و دیوارا بکوبم، یه چیزی رو میکنم دوباره نسلش میکنم که حوصله‌ام سر نمیره. تو خونه یه کاری هست که انجام بدی بعدم دیگه حوصله‌ام سر میره. الان که کرونا هست که خب تو خونه هستیم بیرون نمیره، من خیلی خوشحالم چون وقتی برم بیرون خرجم زیاد میشه، تو خونه که هستم خرج ندارم، راه پول بنزین نمیدم. حالا بنزین اینجا چقدر شده؟ شده 82 سنت. یعنی ما از 2 دلار خورده ای اومدیم به 82 سنت. این کرونا یک کارای خوبی هم کرده، هوا تمیز، ماشینا نیستن تو خیابون، دود ماشین نیست، عرضم بزرگ، خیابونا خلوت، همه جا خلوت و راحت. همین. بسیار ممنونم آقا. من قبلا هم به شما گفته بودم اگر یه وقتی این شعرهایی که میگین، برنامه‌هایی که دارید به صورت ویدیویی هست، اگر لطف کنید برای ما بفرستید ما خوشحال میشیم که نشون بدیم و ساعتهایی که اینجا قرار برنامه‌های تکراری خودمون رو نشون بدیم برنامه‌های شما باشه، خب دوستان بیشتر لذت میبرن. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. باز من ساکت میشم، اگه شما صحبتی دارید بفرمایید و اگه نه باهاتون خداحافظی میکنیم. ولی این به اصطلاح خواهش رو ازتون داریم که بعدن هم باز با ما باشید و در برنامه تلویزیون مردم شرکت کنید.
حتما حتما من خیلی دوست دارم که اصلا بیام یه گوشه از برنامه شما هر هفته یک چیز کوچیکی داشته باشم. دارم فکرشو میکنم که چیکار باید بکنم و این کارو میکنم. حتما روز و روزگارتون خوش. 13 در گوشه خونه تو آشپزخونه زیر زمین بالا پشتمون بهتون خوش بگذره. امیدوارم که این کرونا از بین بره، ما سال دیگه 13 در بریم یه ذره سبزه گره بزنیم. بسیار ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم با همه این مشکلاتی که داشتیم سال 2020 سالی بهتر باشه تا 2019 و این هم بگذره و روزهای بهتری در انتظار همه باشه. مرسی که با ما بودید. زنده باشید، روزتون خوش. دوستان عزیز، با آقای مانی خورسندی بودیم. اجازه بدین یک بار دیگه من صفحه فیسبوک ایشون رو بهتون نشون بدم و گفتم بهترین راه تماس با ایشون تماس مستقیمه. حتی اونایی که میخوان زنگ بزنید، شکایت کنید، صحبت کنید، آقا چرا رفتی تو برنامه سربی و اینها، باشون مستقیما تماس بگیرید. امیدوارم که آقای مانی خورسندی رو هم در برنامه‌های آینده داشته باشیم و سلامتی ایشون و خانواده‌اش هم آرزوی ماست. خیلی ممنون. خب دوستان، بگید ببینیم که شما کجا هستید، چه کار میکنید. و یکی از سوالایی که توی چیز دیدم امروز این بود که بگید ببینیم کجا هستید، امروز چه کار میکنید. و خیلی ها نوشته بودن، عکس گرفته بودن، فرستاده بودن. این اینستاگرام مثل که یه ساعت بیشتر کار نمیکنه. هر کدوم از اینا وقتی میان با لیمیت میان، محدودت میکنن. همین فیسبوک اگه یادتون باشه اول 30 دقیقه، بعد 1 ساعت و نیم، بعد الان تا 8 ساعت شما میتونید برنامه داشته باشید. تازه یه حالتی داره که بهش میگید من میخوام بیشتر از 8 ساعت، کوالیتیشو میاره به پایین تر و شما میتونید بیشتر از 8 ساعت. اجازه بدید من این اینستاگرامو ببینم میتونم روشن کنم و به شما نشون بدم که اون یه پایه دیگه‌ای که گفتم یا سه پایه‌ای که گفتم اینه. چیزی که هست من این گیره که اینجا هست برعکس گذاشتم، چون برای کارهای فیلم برداری که میکنم روی اون بوده. به خاطر همین این کش باریکی و که این کشها رو میدونید دیگه، رابر بند بهش میگن، گذاشتم و اینجا حالا روشن کنم این ماجرای اینستاگرام اگه دوستان هستن. و باید اینجوری باشه که وقتی یه برنامه رو میذاریم اونا اگه خوششون اومد پیدا کنن ببینن این اصل این برنامه بیشتر از کجا هست. ما بیشتر روی مردم تیوی.com یا اصل ما، شروع ما، بهتون گفتم مردم تیوی.com اولین تلویزیون ایرانی اینترنتی است. هر کی میگه نیست بیاد جلو شرط بندی کنیم، که حالا مهم نیست، حالا اولین باشیم آخری باشیم، خدا کنه آدم بهترین باشه. در هر صورت مردم تیوی.com رو شما نگاه کنید. اینجا من میگم که نوشته اونایی که سیزه به در نرفتن بیرون و تو خونه هستن لایک کنن تا همدیگر رو پیدا کنیم. همین ماجرایی که بهتون گفتم وقتی اینجوریه میزنید یه دفعه میبینید مثلا 13,000 نفر زدن، در صورت که همه میدونیم خونه هستیم. من الان نمیدونم چجوری برگردم به این، هرچی میزنم مینوسه که یو لایو ویدیو یه ساعت قبل. خب اونی که میدونم آقا یه چیز جدید به ما بگو، میگه پاکش کنم، میگم نه نگهش دار برای اونایی که میان، ولی مجددا نمیذاره برای که کم کار کرده. در صورت بذارید فعلا اونو ول کنین اینستاگرامو، من بهتون این سپایه ها رو نشون بدم که خیلی ساده است، خیلی ارزونه. اینا مثل موره های استخون ستون فقرات هست، خیلی ساده شما میتونید همه جا نصبش کنید. شما حتی روی کامپیوترتون میتونید اینجوری روی مانیتورتون نصب کنید، روی میز کار بذارید، توی یه تاخچه بذارید و خیلی ساده است. و چیزهای مختلفی میتونید اینجا ببندید. حالا من این بهش میگن ماونت یا چیزی که نگه میداره، من این تلفن ماونت رو گذاشتم. شما میتونید حتی دوربین عکاسی بذارید روش، چون این پیچا بهش میگن یونیورسال، یعنی یه پیچی که برای همه چی به کار میخوره. خیلی هم قشنگ اینو درست کرده، یک حالت کره‌ای اینجوری میچرخه 90 درجه این و این و بعد. خیلی چیز خوبیه، خیلی هم ارزونه. فکر کنم روی اینترنت حتی 2-3 دلارش هم بشه پیدا کنید. اون موقع ها نمه 10-12 دلار بود و الی آخر. اینستال نه آقا نخواستیم، بدمون کن. این تلفن هم گرم شده همچین که میخواد آتیش بگیره. بذاریمش اینجا، بیایم یه سیر و سفری داشته باشیم در فیسبوک و ببینیم در
فیسبوک چه خبر هست، دوستان چی می نویسن. همونجوری که گفتم آقای مانی خورسندی توی این صفحه که صفحه خودشون هست امروز نوشتن که آخرین خبر و مهمترین خبر، بذارید من پهن کنم اون تصویر رو بیاد اینجا یک لحظه، بله کامرای سه، بله آخرین خبر و مهمترین خبر، مهمترین خبر مرگ آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که معلوم نیست که انشالله اعلان میکنن. و باز عکس‌های پرستاران که واقعا اگر کسی به فرشته باور داشته باشه اینها هستند، فرشته هایی که روی زمین زندگی میکنن. میگن اگه امروز کرونا به خوبی اثبات کرد که ارزش یک پرستار بیشتر از هزار آیت الله است. اینم از این. و من این اسکایپ رو خاموش کنم. دوستان به همین سادگی که ما روز شنبه از اینجا با کالیفرنیا تماس گرفتیم، با آقای بها ابهری برنامه گذاشتیم، به همین سادگی که امروز از اینجا با ونکوور زیبا، اتفاقا ونکوور جزو سنگاپور، ونکوور چین حتی جزو چیزایی هست که اینجا میگن باکت لیست. باکت لیست یعنی یه سطلی که شما لیستای کارهایی که دوست دارید انجام بدید می‌نویسید داخلش، مخصوصا وقتی سنتون میره بالای 60 که امیدوارم این کارو انجام بدم، این کارو انجام بدم قبل از اینکه برم. و ونکوور یکی از اونایی که دوست دارم برم اونجا ماشین کرایه کنم دور بزنم همه جا رو، و یا برم کالیفرنیا، از کالیفرنیا برم بالا. این میگم ونکوور و اینها بالای اون واشنگتن و بالای کالیفرنیا و اینها هست، از اون طرف ما از این ور ایست وقتی میریم بالا به تورنتو میخوریم. تورنتو چند بار رفتم، خب همه جای اینها جای قشنگ دارن، جاهای شلوغ هم دارن که فقط منطقه کاری هست. شما همین لس آنجلسی که توی این فیلم ها میبینید اینقدر زیباست، وقتی میرید داون تاونش، اون شلوغیش، اون بازار فلان، واقعا چیز زیبایی اونجا نمیبینید. ولی نیم ساعت از این ور میرید قشنگترین خونه ها، قشنگترین منظره ها و الی آخر. دوستان عزیز اگر چیزی بخواین اینجا میتونید بنویسید و ما میخونیم تا اونجایی که بشه برای دیگران خوند. میگه که آقای خورسندی میگه شما بیا دور زدن با من. خیلی ممنون، متشکرم. و اتفاقا دوستان این یک کار خیلی خوبیه که وقتی مهمون دارید روز اول با ماشین اینا رو وردارید ببرید یه دور بزنن، چون طرف حتی اگه با ماشین خودش هم اومده باشه وقتی رانندگی میکنه اون مجبور حواسش به رانندگی باشه. من یه چیزی که یاد گرفتم چندین سال پیش وقتی رفتیم شیکاگو، این فامیلی داریم اونجا و این فامیل ما که دوست منم هست این قبلا راننده تاکسی بوده، حالا شغلش حسابدار هرچیه. ایرانی ها اونایش که کار میکردن، اونایی که به پول باباشون افتخار نمیکردن، که معمولا اونایی که معمولا با پول باباشون اومدن جایی نرسیدن، ولی اونایی که کار کردن سخت هر کدومشون یه کاره خوب شدن. ایشون ما رو برداشت یه روز چرخون، بعد یه لیست هم نوشته بود، لیست هم به ما داد، گفت که من وقتی رانندگی میکنم بهتون میگم که اینجا کجاست. مثلا این سیرز تاوره، اون موقع یه برج بلند بود که متعلق به شرکت و کمپانی سیرز بود. بعد این یه چیزی هست بهش میگن لوبیا بین، نمیدونم این فلان هتله. بعد میگفت حالا شما اینا رو مارک بزنید، علامت بزنید، هر کدومشو خودتون خواستین فردا خودتون بیاین. بعدم فردا صبح به ما گفت که قطار اینجا اینجوری برید بیاین، چجوری به اصطلاح مشکل پارک کردن ماشین اینا ندارید. خیلی ممنون آقای تورنتو، تهرونه، بله اصلا ایرانی ها میگن تهران تو، به تورنتو میگن تهران تو، به لس آنجلس میگن تهران جلس. خیلی ممنون آقای مانی، شما لطف کردید و ببخشید اگر یک کمی مزاحم نظم خانوادتون اینا شدیم، مخصوصا وقتی آدم مهمون داره. میدونم که خب حتی اتاق خودش و اینا هم به اصطلاح متعلق به مهمونا است. میگه که شما بیا رانند تاکسی ها از من آدرس میپرسن. خیلی هم خوب، مرسی. خب من گرمم شد، این یا حکم آبجوه یا خنده هایی که کردم وقتی آقای مانی اون چیزای قشنگ رو میخوند باعث شده که گرمم بشه. اجازه بدید من این
چی میگن؟ بلوز میگن؟ کاپشن میگن؟ چی میگن اینجا؟ سوئدر میگن؟ ما نمیدونیم انقدر چی به ما یاد دادن از اون پولیور و فلان اینا تا اینجا سوئدر اینا، آخرش هم هیچ یاد نگرفتیم. خب این پیرن هم یکی از افتخارات منه. به شوخی هر وقت بچه‌هامو میبینم میگم ما 9 سال شهریه دادیم، شما رفتین دانشگاه، یه دونه پیرن گیر ما اومده و یه دونه لیوان قهوه. ولی بارها گفتم داشتن فرزندان خوب بهترین نعمتیه که نصیب هر پدر مادری میشه. از طرفی اگر، یعنی از طرفی نه، بچه‌ها اگه خوب باشن به پول و ثروت شما احتیاج ندارن. بنابراین تا بزرگ میشن، سر کار میرن، جا میفتن، دیگه شما راحته، خیالت راحته که من زحمتمو کشیدم، اینا به ثمر رسیدن و کار خودشون میکنن. و هیچ وقت یادم نمیره آقای فیلابی اون موقع که دوست ما بود، حالا قهر کرده عصبانی از دست من، چون حقیقت رو میگم درباره مجاهدین، اون موقع وقتی گاهی وقتی میومد صحبت میکرد، پسرش اسمش آرشه، میگفت آرش وقتی میخواد از خونه بره بیرون از ما میپرسه که مثلا احتیاج به پول ندارید و اینا. و یه بار گویا آرش یه چک نوشته بود، گذاشته بود توی پاکت، داده بود به باباش آقای فیلابی، که میگفت اشک من رو در آورده. حالا من به بچه‌ها میگم هیچ اشکالی نداره شما هم اشک ما رو در بیارید و چک بذارید توی پاکت و بذارید اینجا. خب باور کنید یه چکی مدت‌ها اینجا بود، دیگه پسرم اومد گفت بابا این چک رو نقد کن، من میخوام حسابام ردیف بشه. بهش گفتم آها، اگه کسی حساب کتابش درست باشه تو دفتر بانک خودش باید نوشته باشه که این چک رفته. و توی آمریکا شنیدم، تو ایران هم دارن سخت میگیرن به اینایی که چک بی محل میکشن. تو آمریکا دوستان شما قانونن باید اول پول رو داشته باشی بعد چک بکشی. به همین خاطر ارزش چک با نقد حقیقتاً یکی بود. میرفتی سوپرمارکت 30 دلار چی می‌خریدی اون موقعی که مثلا 30 دلار کافی بود، یه چک 100 دلاری میدادی، 70 دلار هم بهت نقد میداد. الان به خاطر وجود ما خارجی‌ها و کلکایی که زدیم، بهتون گفتم سالها پیش دیدم مشحسن یه چک گذاشته از یه نفر، یه ایرانی اومده خاربار خریده بهش چک بد داده. بعد میگفت تازه دیگران میان میگن آقا چرا آبروی نمیبری؟ میگم این آبرو داره؟ گفتم آقا من اگه جای تو بودم میگفتم شما این پولشو بده، این چک رو من میدم به تو، برو آبروشو حفظ کن. در هر صورت این ماجرای چک و اینها، و میگم اونم گذاشته بود اینجا، من نقد نکردم، گفت نقدش کن، نقد کن یعنی دیپوزیت کن به حساب تو الی آخر. اجازه بدید بریم این نوشته ای رو که آقای شاهین فاتحی نوشتن در رابطه با 13 بدر با هم بخونیم، و من یکی دو تا از پاراگراف هاشو میخونم، بعد خود شما برید تو صفحه ایشون و اصل اون ماجرا رو بخونید که هست. دو رکعت یا دو رکعت بعضی ها میگن، ما شیرازی ها میگیم دو رکعت نماز وحشت به زبان شیرازی. حالا که به زبان شیرازی، یکی میگه آقا این حضرت محمد نمازم میخونده، اینقدر به ما میگه نماز بخونین، اینا نماز بخونین. یکی از اون حزب اللهیا گفت بله آقا این چه حرفی که شما میزنی. گفت خب حالا شما من بگو که توی نماز این آقای حضرت محمد چی میگفته. میگفته من شهادت میدم که خودم پیغمبرم، من شهادت میدم که نمیدونم علی ولی خدان، ولی اصلا یعنی بزرگتر. حالا نمیدونم، در هر صورت دو رکعت نماز وحشت به زبان شیرین فارسی به نیت بیداری، آقای شاهین فاتحی قربتن الالله. میگن که لطفاً تا آخر نماز را بخوانید، نصف نیمه ثواب ندارد، گناه کبیر است. ما چون گناهکاریم از گناه کبیره ترسی نداریم. این قسمت عربیش هم نمیدونم، من از تخف و صلوات شمرده میشود، از تخف نمیدونم اصلا معنیش چیه. فرض میکنیم تمامی 14 معصوم اینا رو خوندم قبلا، میدونم که واقعا این عددا رو که ایشون نوشته بود من کلم سوت کشید. میگه فرض کنیم 14 معصوم نه 1300 1400 بلکه 1500 سال پیش متولد شده اند و آنها نامیرا هستند، مثل حضرت نوح،
عمر نوح داشتن و همینجور زنده هستن. باز فرض کنیم به خاطر امامت و نبوت به جای ماهانه 45,000 تومان خارانه ایرانیان، اما یارانه را ایشون داشته خارانه ایرانیان، روزانه 45,000 تومان یارانه گرفتن. آیا میدانید اگر 14 معصوم طی این 15 قرن روزی 45,000 تومان یارانه میگرفتن و هنوز هم زنده بودن، فقط 10% مبلغ اختلاس و فقط 10% مبلغی میشد که خاوری اختلاس کرده؟ بعدم قشنگ ضرب کردن 547 و 500 ضرب در 365 ضرب در 1500 سال و روز اینها و از این وری ببخشید 365 هر سال ضرب در 1500، چون فارسی و انگلیسی قاطی میشه. من همیشه از خودم میپرسم اگه ما از راست به چپ مینویسیم چرا حساب ما از چپ به راست نوشته میشد؟ و این خیلی مشکل هم ایجاد میکرد سر کلاس، هم وقتی معلم داشت درس میداد میگفت حالا بنویسید، ما نمیدونستیم چقدر باید فاصله بذاریم. مینوشتیم کم میومد، مینوشتیم جا زیاد میومد، چون ولش کرده بودیم رفته بودیم این ور. خلاصه روزگار غریبی است. آقا اگه راست از راست مینویسی از راست مینویس، از چپ مینویسی از چپ بنویس، این هی از این شاخه به اون شاخه پریدن چیه؟ بله، آقای مانی خورسندی میگه نماز خلاصه. خب میگن که بله، آیا میدانید اختلاس بعد اون عددا و رقما که همه رو جمع زدن که شما ببینی با چشمتو قضاوت کنی، آیا میدانید اختلاس خاوری در مقابل اختلاس های دیگر عددی نبوده؟ خدا رو شکر که ایشون یواش یواش آروم آروم داره به ما میگه که این پدر سوخته ها چه قرم ساقایی بودن، چه دزدیایی کردن و هر کدومشون هم جای یک مهر روی پیشونیشون هست. آیا میخواهید خدای نکرده زبانم لار در همین نعمت بیکاری قرنطینه حساب کنید با مجموع اختلاس های فقط فاش شده ایران، ایران ویران، چند ده سال میتوان تمام ایرانیان را 3 وعده غذای استاندارد داد و یا خدای ناکرده چند ده هزار پروژه عمرانی را ایجاد کرد؟ بیایید جور دیگری حساب کنیم، مثلا به متر. وحشتناک است، فقط کوتاه عرض میکنم، با مجموع اختلاس های اعلام شده و نه دزدی های اعلام شده، بیش از 500 بله بیش از 500 بار فاصله زمین تا کره ماه را میتوان اسکناس 1000 تومانی چند عدد واقعی را ننوشتم تا دوچار این داستان 14,000 آدم و یک الاغ نشویم که قبلا نوشتم. میدانید مثلث واقعی بدبختی ما چیست؟ اعتیاد به تکرار اشتباهات تاریخ، توهم دانش، تنبلی. هر وقت به جای دعوا بر سر استنجا در مسترا بین شیعه و سنی ایرانی مباحثه بر سر اعداد و چراهی اشتباهات منجر به نکبت جایگزین شد، هرگاه آموزش خدمت و نه آموزش غارت، پرورش انسان و نه هیولا، پرورش آبادسازی و نه پدر سوختگی و خدعه و هزار فنون دورزنی خدا و بشر آغاز شد، هرگاه به جای گدایی از سر تنبلی ایرانی جماعت مفاهیم اولیه حقوق بشر ببخشید هرگاه به جای گدایی از سر تنبلی ایرانی جماعت مفاهیم اولیه حقوق خود را خودشان مطالبه و زحمت آن را به خود تحمیل کنند و منتظر ترامپ قلی، ریگان، اوباما و اجازه ملکه عنکبوت و همراهی آلمان و فرانسه و اسرائیل نباشند، هرگاه هدف خیزش انقلاب ایرانی تعویض خداوند مطلق و در حقیقت تعویض پالان خر نباشد و انقلاب در اخلاق باشد، هرگاه ایرانی بفهمد که مملکت ایران ارث پدری نیست که در مجموعه خرد و کلان حاکمیت آن را تبدیل به صندوق مصروفات و تصمیمات خانوادگی کنند،
فرقی نخواهد کرد که چه گوساله‌ای میخواهد حاکم باشد. فکر کردید دنیای متمدن؟ من اجازه بدید دیگه باقیشو نخونم، شما رو دعوت کنم که برید صفحه خودشون آقای شاهین فاطمی بذارید من صفحه ایشون رو بهتون نشون بدم. ایشون خوشتیپه، باریش باشه بیریش باشه هر جوری باشه خوشتیپه، آدم خوشتیپ خوشتیپ، آدمی میگم که مثل ما عنکبوتی باشه بیریش باریش همینی که هست. بله اینم صفحه‌ای که روی فیسبوک ایشون هست. خب دوستان عزیز، بارها گفتم و باز میگویم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اتفاقا اونایی که میپرسن آقای بها ابهری بازم میاد یا نه، همین دیروز ایشون برای من نوشته بود که به شما خبر میدم و پیرو اون ایراد درستی که آقای اکبری گرفت که آقا برنامه را از قبل اعلام کنید، ما تلاش خودمون رو میکنیم تا اونجایی که امکان داره به محض اینکه متوجه شدیم به شما برنامه ها رو اعلام کنیم. یه بار دیگه می نوشیم به سلامتی شما در این 13 به در. این آبجو یینگلینگ اونایی که تو آمریکا هستن همه ایالت های آمریکا اینو نمیتونن پیدا کنن. دلیلش اینه که یینگلینگ توی پنسیلوانیا 200 سال داره این آبجو میسازه. بذارید بهشون بهتون بگم از چه سالی استبلیش شده، فکر کنم 1000 و یه جایی نوشته بود که اولدس، بله اینجا 1829، یعنی 9 سال دیگه 200 ساله که این خانواده‌ای که از آلمان آمدن اینجا. اینم یه تبلیغ مجانی بذارید، من این نوشته رو از جلوی بردارم که تصویر خودم رو ببینم. بله اینه یینگلینگ، یه کمی تلفظش و نوشتنش مشکله، چندین رقم آبجو مختلف داره، این یکی حد وسط به قول معروف اون لگرش هست، حالا اونای دیگه داره پورتر داره، بلکنتن داره. خود من یه مدت فقط بلکنتن نوشیجان میکردم، می نوشیدم میشه همون دیگه نوشیجان، ولی بعد آدم به خودشم باید بریک بده یا تنوع در کارش باشه. شما یه وقت هم میری مهمونی مثلا از عصر مشروب میخوری، آخر شب بهت میگن مشروب، میگی نه آقا منو نگرف همون یه چایی بده، یعنی حقیقتا انقدر گرفته دیگه دیگه نمیتونی و همون فکر چایی هستی. از دوستانی که ما رو روی اینستاگرام دیدن و برنامه قطع شد عذر میخوام، یه برنامه دیگه هست که اون میگه همه جا میشه پخش کنیم. بذارید ببینم این میذاره من اینجا الان بازش کنم. لولا اسمش هست، لولا، داشتیم در واردش صحبت میکردیم که ما نگران این نیستیم که اونای چیزایی رو که بلدیم به دیگران هم بگیم. بذارید اینجا باز کنم که اگر مشکلی پیش آمد. لولا تیوی، این یه پروگرامیه که شما روی کامپیوتر معمولی، میدونید بعضی از این پروگرام های جدید روی کامپیوترهایی که سیستم ویندوز داره درست کار نمی کنن. چون اینا به این نتیجه رسیدن، اونایی که ویندوز دارن یه سری پیرمردن مثل من، یه سری شرکت ها هستن که میخوان کارهای حساب و کتاب و ایمیل، ولی جوونا همه با تلفن، همه تنبل، همه خودخواه، همه هرچی رو میخوان دیروز میخواستن، نه الان به شما بگن فردا حاضر بشه، خیلی سریع بی‌حوصله. به خاطر همین بیشتر این پروگراما با سیستم مک هست، اپل، و این پروگرامه lola.tv وقتی برین یه پروگرام رو روی کامپیوترتون باز میکنه، بعد شما بهش میگید برای من روی یوتیوب پخش کن، روی توییتر پخش کن، روی اینستاگرام پخش کن، فکر کنم قبلا اجازه میداده روی فیسبوک هم پخش کنه، فیسبوک گفته ای داود بیداد حریف آمد رقیب آمد و دیگه بهشون اجازه نمیده. ولی این پروگرام خوبیه که حالا من اینجا بنویسم ببینم میتونم پیداش کنم. لولا تیوی، lola.tv آمد، تا زدم بله آمد و اینجا می‌نویسیم let's get started. ضمن اینکه نیم ساعت دیگه بیشتر نیستیم، بله الان هم آمد، بهش گفتیم اینستاگرام رو بذار بریم، اینستاگرام و توییتر. آها ببین تا بهش میگم میگه خب بذار از اونجا ببینم
وصل میشه. اینم داره نوشته ما رو برعکس نشون میده. تنها پروگرامی که میدم خیلی ساده دوربینتون رو فلیپ میکنه، اگه مثل آینه نشون میده، شما مثلا پرچم ایران رو زدین سمت چپ ولی سمت راست نشون میده، گوشیتون میکروفونش سمت راست ولی سمت چپ نشون میده، این تصویر رو فلیپ میکنه خیلی ساده. یکم با اینستاگرام مشکل داره، میگه بعضی وقتا up to 90 second، یعنی تا 90 ثانیه طول میکشه تا بتونه شما رو وصل کنه، ولی بازم میارزه. مخصوصا بله الان اون وصله، اینم وصله، ما حالا میزنیم. نکته جالب دیگه‌ای که داره اینه که دیدید شما، من میگم که این خیلی کوچولوه، اینستاگرام نمیتونم بخونم، این اینوری نوشته نمیبینم، اینجا اینه، این همه ریسپاند یا کامنت یا چت که دارن میکنن همه برای شما میاد یه جا و بغل اون علامت میذاره که این یکی از توییتر داره با شما تماس میگیره، اون یکی از اینستاگرام. الان اگه کسی میبینه اینو با ما تماس میگیره تا من بخونم که مثلا آرش، امروز دیدیم روی اینستاگرام آرش بود، دیدیم اون آقا رضا بود، آقای علی سربی بود، اینا من یکی یکی میفهمم که بغلش مینویسه که این مثلا از اینستاگرامه، اون یکی از توییتره و برنامه‌های زیادی داره. من باز دنبال همون که آدم نباید بخیل باشه و به دیگران اگه یه چیزی رو بلده یاد بده، این سفرم به شما نشون میدم که وقتی رفتید لولا اون وقت به این صورته. بله اینجا ببینید، این کامرای دو، این پروگرامه، نه دوربینی میخواد. این که دلیلش اینجوری الان شد چون داریم خودشو نشون میدیم، مثل فیزیک تو آینه دوتا نگاه میکردی بی نهایت تصویر بهت میده، اینجوری میشه. خلاصه اینه، یواشکی فوری نگاه کنید، میتونید بعدا خوش کنید، تصویر رو پاز کنید، نگاه کنید که جای دیگه اشتباه نرید. حالا چرا میگم اشتباه؟ حتی وقتی شما اسم درست یه برنامه رو میزنید، گوگل، سیری، بینگ، یاهو سرچ، هزار تا برنامه مزخرف دیگه ای که هست، اینا اول اونو به شما نشون میدم که بیشتر پول داده برای تبلیغ، بعدا اون پایین پایینا اونی به شما میذارن که به نظر من باید غیر قانونی باشه. اگر من میرم توی اپل استور و میگم میخوام اینستاگرامو دانلود کنم، این نباید اون بالا اول اونی که تبلیغ پول داده نشون بده، باید اینستاگرامو نشون بده. اگه من اشتباهی یه چیزی نوشته باشم، اون باید بیاد برنامه‌های مشابه رو نشون بده، بعد من نگاه کنم بگم آها به نظرم این یکی درسته. بمانه در رابطه با مشابه، میگه طرف رفت روی اینترنت، این حقیقی ها، آقای استیون کولبرت دیشب میگه، میگه که از این همکارای ما که اینجا کار استودیو اینا انجام میده، رفته روی اینترنت کاغذ توالت بخره و اون آمازون یا هر وبسایتی که بوده گفته کاغذ توالت نداریم ولی شما جنس نزدیک به این میتونید اینو بخرید. میگه یه عکس نشون داده، یه کارتون کاغذی که روش مینویسید چاپ میکنید. پتیک عزیز، امروز این نامه شما آمد و دیدم چقدر قشنگ، از روز که ما به شما اون مشکل رو گفتیم که نامه ها پاره میشه یا چیز میشه، شما یه کاغذ سفیدم میذاری، لطف میکنی اون چکت رو هم داخلش اینجوری میکنی، با یه پاکت بزرگ برای ما میفرسی، ممنون و متشکرم. خلاصه از این کاغذا که مثلا تو اون مینیسه 1000 تا کاغذ یا 2000 تا کاغذ موجوده، گفته بود به جاش اینو بخرید. بعد استیون کولبرت به شوخی میگفت که حتما اگه اینو خریدی به جای کاغذ توالت، از پشت و روش استفاده کن. میدونید که چند مدت پیش به خاطر صرفه‌جویی و این داستانایی که اینا میرن درخت بغل میکنن، میخوان درختای دنیا رو نگه دارن و اینا، که ثابت شده اصلا اینا خیلی هم کارشون درست نیست، چون اون کسی که درخت رو کات میکنه میره درخت میکاره که 5 سال دیگه بتونه درختای جدید کات کنه، اون کسی که درخت کریسمس میاره میفروشه میره درخت کریسمس میکاره و میگن تعداد درختا الان از قدیم خیلی زیادتره. کی درست میگه؟ شما برید تحقیق کنید، یقه منو نگیرید. خلاصه این کاغذ هارم وقتی میاد من اینجا استفاده میکنم. به پیشنهاد شده بود که فقط یه طرف کاغذ چی ننویسیم، پشتش هم بنویسیم. بعدا با مشکلاتی مواجه شد، چون وقتی این ور و اون ورش می‌نویسی، بعد یه مدتی نوشته ها کمرنگ و
اشکالاتی به وجود میاره که گفتن آقا نخواستیم این صرفه‌جویی رو. بعضی وقتا خیلی هم صرفه‌جویی کنن فایده نداره و هنوز من دنبال اون ماجرای اون خانمی هستم که خواسته بود ادای شیرازی ها رو در بیاره. خب یه عده‌ای هم تو مسافرتن تو اتوبوسن، اونا میخندن. اشکال اینه که این حالا فکر میکنه دفعه دیگه این کار رو خوب انجام داده، مجددا انجام میده. اینو دوستمون آقای مشتبه خان فرستادن و میگه که ای خاک تو سر جهل و نادانی، مبتلا شدن سید محمد موسوی، سیدی که در شهرک عسکری در کربلا قبلا با آب دهانش با تفش مردم را معالجه و درمان میکرد به ویروس کرونا، خودش و خانوادهش الان در قرنطینه. نباید اینو قرنطینه کنن، اینو باید ببرن بذارن یه جایی که تلف بشه بره. بله اشکال الان مشکل اینجاست که اون مردمی که قبلا ازش آب دهان برده بودن الان نمیدونن چه کار کنن و در حیرت ماندن که خدا میداند که این آب دهانش عوض این که آنها را درمان کند ممکنه که اونها را به ویروس کرونا مبتلا کرده باشد. این آقای مجتبی برای ما فرستاده، بذارید من اون ویدیوی چیچی رو براتون نشون بدم، جو که این خانم رو بهتون بگم و بگم که بابا این همه موضوعی که میتونید بخندید، حالا چرا اون یکی بیاد شیرازی رو مسخره کنه، اون یکی بیاد لو رو مسخره کنه، اون بیاد اونو مسخره کنه، مگر اینکه اینها یه سری آدمای بی هنری مثل من باشن و مجبور بشن به این صورت خودشون رو به اصطلاح نمیدونم، حالا اینکه معلومه مسافرت هم داشته میرفته پول و پلهی در کار نبوده، همینجوری برای وقت گذرونی وقتی اتوبوس داره میره 4-5 ساعت میخوان حالا یا برن تا لس آنجلس یا تو ایران بوده میخواستن برن این گشتای فلان، من براتون اینو میذارم و بهتون یاد میدم که واقعا اگر شما میخوای شیرازی صحبت کنی اولا پیشنهاد میکنم نکن، چون آبروی خودت رو میبری. و بهتون گفتم یک کارتونی هم امروز صبح فرستاده آقای چیز، من اینو بهتون نشون میدم بعد نگه میدارم میگم که کجاش این خانم اشتباه میکنه. تو اومده اومده پرام بالا یکی نشست این بره من یکی نشست این. اولا شیرازی نمیگه من اومدم، شیرازی نمیگه مو، میگه ما، میگه من، نمیگه اومدم، اومدم نیست، اومدم. اوکی من اومدم. حالا بهتون همینو بگم، یه عده از اونایی که دهات شیراز بودن اطراف چی بودن اونا بله میگفتن اومدم. خب حالا این خانم گوش کنید دوباره، کامرای دو امروز براتون درس شیرازی گذاشتم، صداشم یکم زیادتر کنم. آره من چرا اینو اینطوری کردم، من که زیر بخواستم بیاده میشم که گفتم چی بگم چی نگم زنگ. ما اصلا نمیگیم چی بگم چی نگم، ما میگیم چی بگم چی نگم، چی بگم چی نگم چی چیه. خب حالا باز بریم سراغ این خانم نجیب شیرازی که قال نمیکنه، که قال نمیکنه زن نجیب شیرازی که قال نمیکنه، من همچین چیزی تا حالا نشنفتم. خب بس ببینم چی دون میشه، همچین رفتن توی فاصله هایی که داشتن میرفتن این دشت بوده. امکان نداره ما بگیم توی این فاصله هایی، ما بگیم توی این فاصله هایی که داشتیم میرفتیم، امکان نداره. اگر یه شیرازی گفت این خانم شیرازی حرف میزنه، من حاضرم شیرازی بودن ایرانی بودن خودم رو اصلا مهر بزنم پس بدم. خب بیا یه پای من یکی دست گذار رو یه پای من این شروع کرد این پای من مالیدن این شروع کرد این پای من مالیدن هر جو خاج و وج به این دستا نگاه میکردم چرا این طوری میکنم هدفشون چیه چی میخوان ثابت کنن چی میخوان به من بفهمونن گفتم زن نجیب شیرازی که قول نمیکنه که وایسا ببینیم چطور میشه همچی و دیدید میگه وایسا ببینیم چطور میشه شیرازی میگه وایسا وایسا ببین ببینیم وایس رو ببینیم چطور میشه. خب خانم با برگردی کلاس، ولی تابلوی که دیدم
تابلوه مثل که مال آمریکا و کانادا و اینا هست، انگلیسیه. این تابلویی که اینجا هست میبینید تابلوی ایران نیست، از این سیر و سفرهای تو ایران نیست، این یه جایی یا کانادا یا لوسن. به نظر من میاد، یا به قول شیرازی ها به نظرم میاد این از همین آدم های بازنشسته‌ای که از لس آنجلس تا پول حقوق بازنشستگی میاد 4 ساعت سوار میشن، اتوبوس مجانی میبردشون، برای که این اتوبوس ها حقیقتا اینا رو مانند طعمه میبرن میندازن توی دهان اون کازینو دارها. و من یه بار رفتم، حتی به من پیشنهاد شد که برم اونجا یکی از این اتوبوس ها رو بخرم و این کار رو انجام بدم. گفتم من امکان نداره افرادی رو مثل اون موقع 20 سال زودتر از حالا بود، افرادی رو مانند همسن مادرم بردارم ببرم و میدونم که اینها رو دارم میبرم اونجا، این نور و چراغ و فلان اینها. شما دقت کنید تو کازینوها یک دونه ساعت شما نمیبینید که اینها متوجه گذر وقت نشن و بشینن هر چی دارن و ندارن ببازن. من نمیدونم این راننده، این ساب ماشین، اینا چجوری میتونن شب راحت بخوابن. خب احیانا افراد لوس و نونوری مثل این خانم امکان نداره یه شیرازی بگه دروازه قرآنو. اولا بیشتر شیرازی ها میگن زیر قرآن، دلیلش هم اینه که این جاده از زیر قرآن رد میشه. حالا اگه بگه دروازه هم میگه دروازه قرآن، نمیگن فلکه گازو، میگیم فلکه گاز. و اینا قشنگ هم معلومه، از این باید میگه فلکه، از اون باید میگه گازو، دروازه چی گفت؟ قرآنو. یعنی بدترین تقلید شیرازی که من تا حالا شنفتم ایه، ای خانم هست. خب اگه کسی میشناستش براش بفرست. تا ایجا که به فلکه گازو رمزی نداشت که چرا اینطوری این شروع کرد. باز جای شک داره که فلکش بلد بود، نمیگه فلکه گازو. خب اینجا که به فلکه گازو ربط نداره، اینجا کاری به فلکه گاز نداره. تو این بعد من ماج کردم، این هم شده که این بعد من ماج کردم، من تو هاچ و هاچ به این دوتا نگام کردم که چرا اینطوری میکنن که اینا چی میخوان ثابت، هدفشون چیه از این کار، چی میخوان به من یاد بدن، من نمیفهمم. دیگه گفتم چی بگم چی نگم، زن نجیب شیرازی که قولم. خلاصه آخرش اونجایی میرسه که این خانم اون چیزی که دنبالش بوده گیرش میاد، میپرن و اینها. بعد وای میسه با شجاعت پولشو میگیره ازشون. من برای دوستم اینا، اول اون دوستون از خلیج فارس فرستاده بود و دیروزم در این مورد صحبت کردم، گفتم به نظر میاد این خانم با این کازینویی که میره، با این مسافرتایی که میره، اون کار آخر کاری رو بیشتر انجام بده، مخصوصا چون در قسمت پول گرفتنش احتیاج به جاکش و پمپ و اینها هم نداره. نکنید این کارا دوستان. اگه شما یه فیلم بگیرید وقتی که میگوزید دم کونتون کبریت بگیرید مردم بیان نگاه کنن، بهتر از این کاراست. حالا هر چی میخوان شما هی بشینید ادای اونو در بیارید، ادای اون لو رو در بیارید، ادای اونو در بیارید، همه اونها از من و شما اصیل ترن. آقا لور و کرد که اونها اصل ایرانن. وقتی بری سراغ ماد و اینها که بهتون گفتم که این شاه نادان و کمدان به تشویق شجاع الدین شفا و صهیونیستا تاریخ ایران رو کردن 2500 ساله. اینا 2500 سال که نیست که، 5000 سال و 7000 سال و 10000 ساله. اونا ایرانی هن، اونا اصل ایران هن، اونا پارسن، اونا پرژیا هستن. تویی که تهرون بابات از بیکاری اومده رفته. خب بذارید ببینیم دیگه براتون چی داریم. آقای مجتبی خان رو هم خوندیم و بیایم بریم اینجا. و اما فیلم های افغانستان رو شما هم حتما دیدید، یه جشنی نشون میده، یه خانمی داره میخونه، پلیس زن میبینیم، هممون میگیم آقا افغانستان هم از ما جلو زد و ما بدبخت و چنین. حالا ببینید این بدبخت ها دیگه چه مشکلاتی دارن. مثلا یکیش اینه، یکم آبجو بخورم.
عصبانی شدم از دست این، از دست این زنو. به به روی کامیون نوشته بود که چی درود بر محمد زکریای رازی. گفتم هر کیم از دور میبینه چی فکر کنه برای محمد پیغمبره، ولی نوشته بود درود یه همچیزی بر محمد زکریای رازی. خب بیایم اینجا، اون کسی بوده که کشف میشه، نه اختراع که نمیشه، کشف کرده بوده الکهول رو، و به همین خاطره که این آمریکایی‌ها و خارجی‌ها میگن بهش الکهول، برای که از اونجا که شروع شده اون الکهول، اونا هم گفتن این چی چیه؟ گفته الکل آقا، الکل بخور غمت فراموش کن. بله، ترور در کابل، ژنرال شرمیلا فروغ از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان جان باخت. خب حتما ترور شده. ژنرال شرمیلا فروغ مدیر بخش جندر نهاد ریاست عمومی امنیت بر اثر انفجار مین مغناطیسی جاسازی شده در خودروش در روز دوشنبه 11 فروردین در کابل زخمی شده بود جان با. خب آقا این کشور آمادگی این بیهجابی اینجوری و آمادگی این چیزها رو نداره. این همون اشتباهیه که شاه و اطرافیانش کرده. شما اگه میخوایی یه خونه سنگین بسازی یه جایی، میایی زمین رو آماده میکنی، فاندیشنش رو درست میکنی، بعد برای که ماشینا وسیله بیارن جادهش رو درست میکنی. اگه جاده نسازی، زمینش رو درست نکنی، یه مش مساله سنگین بیای بذاری اینجا، زمستون اول خونت فرو میکشه، خونت فرو میکشه مثل ایران، خونت فرو میشینه مثل افغانستان، مثل پاکستان. بزرگترین افتخار پاکستان اینه که ما نمیدونم فلان سال نخست وزیر زن داشتیم. خب چه فایده، زدیم کشتینش. چرا یک کشوری نمیتونیم درست کنیم مثل این کشورهای هلند و دانمارک و اینا که ما میشنفیم نمیدونم رئیس جمهور یا پادشاهش با دو چرخه میاد و میره. دیشب یه فیلمی همین پایتخت رو داشتم نگاه میکردم، دیدم نماینده مجلس براش لیموزین ساختن. حالا بدبخت اون نماینده مجلسه هی اصرار میکرد که آقا من معلم بودم، نماینده مجلس شدم، من با دوچرخه و موتورسیکلت میرفتم میمدم، احتیاجی ندارم. اون نگهبانه داشت نشون میداد که آقا ماها بالو پر میدیم به این دیکتاتورها و اینا رو دیکتاتور میکنیم. اون رانندهش اولا هی به زور میخواست نقش بادیگارد هم اجرا کنه، میگه آقا این چیه، اسلحه گذاشتی تو جیبت؟ میگه نه این اسلحه قلابیه. میگه خب اسلحه قلابی میخوام چیکار، این چیه پنجم؟ حتما دیدید، اگرم ندیدید برید نگاه کنید، به نظر من فیلم خیلی خوبیه. ضمن اینکه از ایراد انتقاد، از دولت انتقاد میکنه، انتقاد شدید میکنه، مسخره میکنه، از ما ملت هم انتقاد میکنه که آقا ماها هستیم که به اینا بالا پر میدیم که اینجوری بیان به اصطلاح یاهو ورشون داره، یابو ورشون داره و اینجوری تاخت و تاز کنن. در صورت به نظر من فیلم خوبی میاد. و یه نکته جالبترش اینه که اگه میخواین انگلیسی یاد بگیرید، دوستان فیلمای ایرانی نگاه کنید. اصلا از هر 6 کلمه که حرف میزنن 4 تاش انگلیسیه. طرف به اون میگه که بگو من همینجا استند بای هستم تا بیام. آقا ما اینجا نمیگیم استند بای، اونا اونجا میگن. خیلی کلمات دیگه هم هست. خب اینم از این. اجازه بدید من این پروگرامو خاموش کنم. آهان، یه دوستی به نام رضا روی اینستاگرام داره ما رو میبینه. بله ببینید، این خیلی برنامه، گفتم برنامه خوبیه. مثلا آقای حسن شاطری، آقای رضا، این رضای دکه یعنی دانمارک میشه، مال کجاست؟ در صورت خیلی خوشحالم که اینجا هستی. این برنامه به صورت آزمایشیه. برنامه اصلی ما روی مردم tv.com پخش میشه. خوشحال میشیم شما رو هم داشته باشیم، و اگر بتونیم، شاید این اگه به این سادگی باشه که نه من دفتر دستکی باید اینجا وصل کنم، نه علم و بیرقی، این پروگرامه خیلی عالی. لولا.tv
یعنی من هیچ چیزی اضافه نکردم از این چیزهای موجود، فقط یه صفحه باز شده اینجا و نشون میده حسن آقا اینجاست، آقا رضا اینجاست. از یکایی که شما ممنونم، از شما دوستان ممنونم. اجازه بدید یک کمی از این نوشته‌هایی که واقعا زیاد مونده، چون دوستان با آمدن و صحبت کردن برنامه ما رو به اصطلاح قوام و دوام میبخشن، گاهی وقتا اینا میمونه. یکی از این ماجراها این آقای کریس کومو از سی ان ان که از جوانی من اینو میشناختم، ریپورتر خیلی قوی و چون تو خانواده ای هم بوده که معروف بودن و سرشناس بودن، خب زودتر تونسته جلو بره ولی لیاقتش رو داشته و نشون داده. الان مجری برنامه است، سالی میلیون ها دلار پول میسازه. این هم به اصطلاح دوچار شده به ویروس کرونا و مثبت هست. دیشب هم توی برنامه تقریبا میخواست اشکش در بیاد و اون آقای دکتره هست که سانجی گوپتا، که ما اگه یه ایرانی داشتیم اینجوری میمد تو برنامه‌های مختلف، هممون هر روز میفرستادیم ما افتخار میکنیم. یه آقای دکتر صمدی بود، متخصص نمیدونم که چیه مردان و زنان و اینها، یه شنبه ها میمد تو فاکس چقدر ایرانی ها، میگفتم آقا ایرانی ها اینجا دزدم دارن، قاتل هم دارن، بیشتر این سوء استفاده هایی که میشه و اینا وقتی میریم این طرف اسم آخریش ایرانی بوده. بمانه اون آقای دکتر سانجی گوپتا گفت که این شخص چون آدم قویی هست الان هیچ معالجه ای هم نمی کنن. وقتی شما نشون میده تازه یه جایی بودی که این ویروس رو گرفتی و نتیجه مثبت، برخلاف این ترامپ شارلاتان که فکر میکرد اگه بگن مثبت خوبه، وقتی دکترش آزمایش کرده بود گفته بود همه نتایج هم مثبت بوده، در صورتی که آدم خوب همه نتایج منفیه. بماند این از نادانی، این اصلا آدم چی بگه عصبی میشه. گفت که این باید جدا بمونه تا خوب بشه 14 تا، یا اینکه اگه روز به روز بدتر شد نشون میده آب توی ریش داره جمع میشه و اینها، اون وقت میان اون ماجرایی که نمیدونم دوا و درمان. و یکی هم از مهمترینش اینی که برای اینکه آب ریش خالی بشه اینها رو به شکم میخوابونن و اون لوله دستگاهی که الان کم دارن و مشکلات هست و اینا، اونو به اصطلاح میذارن توی ریش که با اون تنفس کنه و ریه، چون بدن ضعیف میشه ریه هم داخلش آب نمیذاره و میگن جنس ریه به جای اینکه مثل ابر، مثل اسپانج هرچی که میگی نرم باشه، چون اسپانج توی دریام داریم، میگن خشک میشه، بزرگ است ولی خشک میشه نمیشه. دیدید وقتی ظرف نمیشورید، شما ظرف میشورید وقتی نمیشورید اون ابری که یا خشک میشه آب میریزی روش درست میشه، میگن اون ریه اینجوری میشه، تقریبا مثل ریه افراد سیگاری. خب اینم از این ماجرا و بریم یه فیلمی رو من بهش استناد کردم، گفتم که از قدیمم میگن حتی ابو علی سینا میخواسته یه دیداری داشته باشه با رودکی و اون موقع اون گفته نه جلو نیا تا ما لباسونو عوض کنیم و نمیدونم با آب و سرکه و دستمونو بشونیم و اینا، چون تو شهری که ما هستیم وبا هست و اینا. میگه از اون موقع اینا بوده، اگه مردم رعایت میکردن به اینجا نمیرسیدیم. ولی پشتش تئوری دسیسه هست. تئوری دسیسه اینه که آمریکا، چین میگه آمریکایی‌ها درست کردن، آمریکا میگه چینی‌ها درست کردن. برید نوار ویدیویی CIA رو در این رابطه ببینید که یکی از سران خود این آمریکایی‌ها تو آزمایشگاه رو گرفته بودن، دو نفر دیگر هم معرفی کرده بود در همین رابطه. ولی این فیلم ابو علی سینا سال 1956 درست شده. اجازه بدید من صداشو ببندم، لینکشو برای شما بذارم اینجا، شما هم بتونی استفاده کنید. بله، حکیم ابو علی سینا مشهور به ابن سینای بلخی، این فیلم هم 93 دقیقه است و من اینجا براتون روی فیسبوک شیر میکنم. کاپی کجا میام اینجا. بله، به به به، آقای جمال نوروزی کاکوی گلوم. آها پیست، اوکی.
دوستان اینو گذاشتم اینجا، توی مدتی که من اینجا بودم دوستان اینجا نوشتم، میگه خوزستانیه. اگر به احتمال زیاد شما درست میگی، اون خانم خوزستانیه میخواد ادای شیرازیه در بیاره. حالا بذارید راجع به خوزستانیا، بعد از جنگ ایران عراق، چون یه تعداد بسیار زیادی و خیلی جالبه خوزستانیه شهر و دیارش ول کرده بود، اومده بود من شیرازی که سربازیمو تو اهواز و کرمانشاه و خرم‌آباد و شیراز انجام دادم به بدترین شرایط، بعد حالا دبیر هستم بلند میشم میرم آبادان برای خدمت به اونا. حالا پاداش اونا، اینا اومدن شیراز دو کلمه فارسی یاد گرفتن، حالا وای میستن ادا در میاره. بابا جون همین شیرازیه میگه اگه میخوی گو بخوری قاشق گو خورید همراد باشه. این کاری که شما کردی خانم مثل این مونه که گو خوردی با دستت به این برورم نشسته بودن پاشیدی پاشوندی نمیدونم چی بگم دیگه. بله مخلوطی از بندری و شیرازی و خراسانی و خوزستانی. خب همین خراب میکنه دیگه، وقتی میخوای ادای یکی رو در بیار. بابا این سید کریم، من اتفاقا کالیفرنیا دیدمش و یه وضع بدی هم پیدا کرده بود، بعد مثل که خونه و زندگیش از دست داده بود اینها. سید کریم اگه میخواست ادا در بیاره، اینا اون موقعی که این امکانات ویدیو اینا نبود میرفتن بررسی چیز میکردن، تحقیق میکردن. بالاخره در هر صورت اینی که یه نفر میشه سید کریم، یه نفر میشه این خانم که من از آمریکا دارم بهش فوش میدم، تفاوتش همینه. شیرازی جماعت پشت اسم خاص او نمیذاره، مثل فرکه گاز، رستم، درواز سعدی و و و. با سلام و احوال پرسی. آقای نوروزی مدت ها بود که با شما در تماس نبودم، خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستی، بهت تبریک میگم سال نو رو، امیدوارم سالی بهتر باشه. جز به دروغای 13 یه نفر نوشته بود که من پارسال خیلی سال خوبی داشتم، چون پارسال واقعا سال خوبی نبود، ولی بعضی وقتا بین خوب و خوبتر یا بد و بدتر به اینجا میرسیم. من بارها گفتم یکی از دلایلی که من از آخوندا بیشتر متنفرم، بیشتر بدم میاد، بیشتر فوششون میدم، اینه که اینا کاری کردن که مردم میرن دنبال کفندوز اولی، در صورت که اگه مردم یکم دانش داشته باشن، سواد داشته باشن، تحقیق کنن، تاریخو بدونن، اون کفندوز اولی این کفندوزای دومی رو پرورش داد، به اینجا گذاشت که حالا این کفندوزه هم میاد قبر باباتو باز میکنه، هم کفنشو میدوزه و هم میرینه به قبر پدرتون. بله آقای سعید خانم میگه که این کارتون امتحان ورودی به شیراز برای عید است، ثابت کن شیرازی هستی. آره این قشنگ بود، اگه اینجا داری نشونش بدم، اگه نداری آها گذاشتیش این بالا، دمت گرم. اینو آقای چیزم صبح برای من فرستاد، من میتونم بگم بله. حالا چرا به این زودی یه چای دیگه تشریف داشته باشید؟ چشم آقای عبدالله حسینی، تقی عبدالله حسینی، به سلامتی شما، امروز به جای چای آبجو مینوشید. اون فیلمی رو که بهتون گفتم نشون میدم و با نشون دادن این کارتون از شما خداحافظی میکنم. نه خیلی خطرناکه. از این صفحه اگه بخوام برم رو اون فیسبوک، میگه که میخوای لیو کنی، میخوای این، میگم نه بذار ببینم میتونم کپی کنم اینجا رو، نه نمیذاره، بذار توی پیام های آقای اکبری اونو دارم، فکر کنم به احتمال زیاد چون من دیروز راجع به این خانمو لوسبازی صحبت کردم، اکبری گفته بود یه جوری برای سوربی اینو بفرستم که خوشحال بشه، و خوشحالم شدم. به قول آمریکایی‌ها you made my day، روز من رو ساختید. اجازه بدید من اینو خاموش کنم، بیام براتون اینو روشن کنم. میگه سلام، من دیروز با برنامه شما واچ پارتی گذاشتم و این خانم شکایت شما رو به من کرده. کاکو چیکارش کردی یا چیکارش کردی؟ خب هایده فرخزاد، خب همین که فرخزاده معلومه. بله هایده فرخزاد، احمق جون اگر میپرسی خفه شو تا جواب بهت بدم، فقط
شاه اللهی های احمق هستند که من نمیدونم شما ها این من به اون نوشتم نمیدونم گیج شدم یک کمی بذار ببینم اون فیلمه که مال این مال قبل بوده این فیلمه رو امروز فرستادی اینه دوستان بذارید براتون روشن کنم دیگه با دیدن این فیلم منم از شما خداحافظی میکنم بذار ببینم تصویرش هم قده بله قیصر یه تبلیغی هم بشه برای این دوستان برید ببینید دوستان شما هم میتونید به سادگی در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید صدا هم هست این هم هست روز و روزگار بر شما خوش کم کم داریم برمیگردیم به لول یا روال قبلا دوشنبه چهارشنبه و ششنبه که میشه همون جمعه از تلویزیون مردم مردمتیوی.com از فیسبوک مردم تیوی از فیسبوک پارسا سوربی از اینستاگرام به زودی با شما خواهیم بود پس این هدیه نوروزی آقای اکبری هم به شما تقدیم میکنیم و ببینید که بابا همین آخوندهای پوفیوزم اگر میخوان مردم مریض نشن میگه آقا نه یا کسای دیگه که در دستن در کار هستن اینا بعد میبینید که مردم چجوری دارن چی میکنن This page isn't available right now نمیدونم چرا این کار میکنه بله اینو ببندیم خداحافظی کنیم از این دوستان این یکی live producer اوکی رفتیم که بریم مرسی که با ما بودید به امید دیدار جمعه 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک جمعه 12 ظهر به وقت نیویورک با کانون آوا روز روزگار بر شما خوش آقا سلام آقا اینا نمیذارن ما وارد شیراز بشیم می پلاکت مال شیراز نیست نه ولی شیرازی هستم به جون این سیبیلای هیتلری باری کلو خونه تون کجا ما نه ما چیز دیگه ها کیز همون پارک بزرگه چی بود ها ها پارک جنت پارک جنت باری کلو تو وقت تو کدوم خیابونه ای پارک جنت اه اه همون خیابونه که یاروه دیگه میخوره به پارک جنت دیگه دور بزن برگرد شهر شهر قرنطینه او هم پارک جنت نه باغ جنت الانم تعطیل سلام کاکو علیکم السلام آقا ما میخواییم بریم شیراز نمیذارن بریم هرچی هم میگم ما خونمون جلو باغ جنته سلامت ایشالله کلم و شیر میدونی کجا اون طرف باغ جنت به چیز همون سمت فلک گازوه گردیش که بری شهرت کاکو فلکه گاز کاکو هم نیست از کاکو هم اول فهمیدم شیراز نیستی نخواستم خیلی زود هاشو بگیرم سیزده به در تو خونه هستی نشالله امسال آقا ما عزا داریم داغ دیدیم داریم میزوزیم چرا نمیذارین بریم شیراز ای وای سبکبار غم باشی برگرد بر شهر کاکو چرا آخه اون ماشین جلوی ماشین شما نیست چرا اون باربند و تنبک گذاشتیم قشنگ پیدان ای داغو کمرتون خورد کرده داره از پک پوستون میزن بیرون زمنان همه جای تفریحی هم بستن شهرو عملا به حیات خونتون فرق ندار الان برو یا علی بگو با سلام به شما کاکوی عزیز ما خونمون حوالی گاز هست اگه اجازه بدین بریم شیرازی ها به چی میگن تو تو به این کبوتر کوچیکا میگن دیگه بچه رو میخوای سرگرم کنی میگی نگاه تو تو رو ببینی باشه تو خوبی ولیش خونتون گفتی گازه بله کدام گاز گاز محکم نمکتون منظورم یک فلکه گاز چهاروی گاز فلگاز اجاق گاز برگرد چهره به او رفیق تم بگو با کور که تلید نمخوره ما خودمون الاغ رنگ میکنیم جای توتو میفروشیم آقا تو رو خدا اصلا سی ان جی گاز مایه اصلا گاز یوان تو چه مدل گازی دوست داری فقط بذار بریم جون مادرت آقا تو رو خدا بذار بریم دیگه لابا شما هم میخوای سقرا کبرا بچینی که شیرازی هستی همیشه مد حسابی من بچه سردازکم با او گفتم بیام یه خست نباش بگم بهتون یه شیرازی دنش با کن معلوم شیرازی ها نوکرم کاکو جونی شما هم خست نباشی برو امید خدا نوکرم سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز